بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1396 و برابر است با 8 می ماه 2017 میلادی. خبرها بسیار زیاد است ولی مشکلات ما ایرانی ها هم کم نیست. امروز ازتون اجازه میخوام که بذارید یک کم وقت بذاریم در رابطه با این مشکلات فرهنگی اجتماعی صحبت کنیم و شما هم اگر مایل باشید میتونید تماس بگیرید، پیام بذارید، میتونید تماس بگیرید با فیسبوک، نظراتتون رو بگید، میتونید تماس بگیرید، مهمون ما باشید تا ما هم نظرات شما رو بشنویم و مردم هم ببینند و بشنوند و قضاوت کنند. و اما چرا میخوایم درباره مشکلات فرهنگی و اجتماعی صحبت کنیم؟ اول اجازه بدید که من این صفحه رو به شما نشون بدم، شما هم اگه یه وقت دوست داشتید این کار رو انجام بدید و با دوستان خود این برنامه ها رو شیر کنید. شیر کردن یعنی تقسیم کردن، در میان گذاشتن، سهیم شدن. و اینجاست وقتی میان صفحه سوربی، بعد میان یک کم پایین تر زیر این ویدیو نوشته شیر، بعد شما حالا دیگه مال شما ممکنه فرق کنه، ما چون صفحه زیاد داریم اینجا چند تا حالت به اون میده، ممکن شما یه دونه باشه. در صورت میگه کجا، میگیم که اینجا صفحه‌ای که ما ازش مراقبت میکنیم، خدمت میکنیم، اونجا اینجا هم می‌نویسیم سوربی با مردم کجا هستیم، USA. و اما خب اینو شیر کردیم تموم، حالا میایم با شما دوستان بریم باز هم به همین فیسبوک و ببینیم واقعا مشکل ما چیه. اولا انتخابات فرانسه به دلیل اینکه دور اول اون نامزدها اکثریت رو نیاوردن به دور دوم خیلی زود سریع، اون یکی اپریل بود، این یکی می، فوری زود تون سریع اون سرکار استوار بود کی بود انجام دادن و خانم لپن که من بهش میگم لومپن برنده نشد، چون نشون میدن مردم آمریکا که از ما آمریکایی، مردم فرانسه که از ما آمریکایی ها باهوشترن و وقتی عصبانی هستن از دست شپش پیرن خودشون رو پاره نمیکنه. در صورت به آقای چیه ماکرون بذارید اسمشو بیارم، یادم رفته، نوشته بودم اینجا، در صورت روی صفحه هم گذاشتم و این جوان 39 ساله انتخاب شد و جوانترین هست توی رئیس جمهورای فرانسه و ما هم پیرترین توی رئیس جمهورای آمریکا داریم. حالا امیدواریم یه اتفاقی بیفته و به اصطلاح این آقای ترامپ هم سر عقل بیاد و بگه من نمیتونم، کننده این کار نیستم، بره کنار. همین چیزی که ما با آقای رضا پهلوی سالها پیش گفتیم، گفتیم بابا جون بیا اگه نمیتونی انجام بدی کاری، برو دنبال کار و زندگیت و به مردم بگو که من کننده این کار نیستم. و مردم هم فکر نمیکنم کسی هم معطل این شده باشه، ولی اگر کسی معطل ایشون شده باشه اونا هم تکلیفشون رو بدونن. و اما آقای غلامرضا پهلوی، برادر محمد رضا پهلوی، هم از دنیا رفت و حالا ببینیم این خبر توی اینترنت که پخش شد، ما ایرانی های متمدن نخندید، ما ایرانی های متمدن قرن 21 چگونه درباره برادر یک شاهی که رفته صحبت میکنیم و به همدیگه چه تهمت ها، چه توهین ها که میکنیم و نمیکنیم. بیایم اینجا صفحه من بهتون نشون بدم که وقتی دوستانی که یادشون نیست، ما قبلا که دستگاه فوتوکپی نبود، وقتی میگفتن برو کپی شناسنامه رو بیار، اصلا کلمه کپی هم وجود نداشت، کلمه المثنا بود. حالا یا گم کرده بودی میرفتی المثنا میگرفتی، یا اینکه یه جایی یه نسخه از شناسنامه شما رو لازم داشتن، میگفتن برو المثنا بگی، شما هم میرفتی معذر رو المثنا میگرفتی، یه مهری که اون ته میزد بهش مینوشت که نمیدونم
المصنع با سند برابر است، ثبت با سند برابر است، یه چیزی اینجوری که یعنی این دست نویس نیست و در فلان محضر این نوشته شده. بعد که دیگه ماشینای کپی آمد و 5000 میدادیم کپی و اینها، اون هم از بین رفت. و اما ببینید دوستان، توی این صفحه فیسبوک سوربی شخصی خودم، ما آمدیم به عنوان یه ایرانی وقتی که این خبره، اولا اینجا نوشتم اگر وقت داشته باشید، بذارید من اینو بهتون نشون بدم، نوشتم که اگر وقت داشته باشید، بذارید صفحه رو به اصطلاح اون قسمتش رو که کار داریم بزرگتر کنیم تا شما هم اگر توی کامپیوتر سر کار اینها میبینید به اصطلاح بتونید بهتر بید. ببینید نوشتیم که اگر وقت داشتید سری هم به ویدیوهای تلویزیون مردم بزنید، نظرات خود را با ما در میان بگذارید، مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشیم، خبر از شما، خدمت از ما. یعنی یک دعوت عمومی از شمایی که ممکنه ایراد بگیرید که آقا اینا یه تلویزیونی را انداختن به ما میکروفون نمیدن چنان و چنان، ما گفتیم بفرمایید. اینجا تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. و اما ما وقتی داشتیم خبرها رو میخوندیم که شاپور غلامرضا فوت شد، چون فوت کرد غلط، فوت کرد یعنی رفت خودکشی کرد، خودش رو فوت کرد، فوت شد، حالا بر اثر مریضی، بر اثر کهولت، بر اثر طبیعت، هرچی، دیدم که آقای تیمسار آریانپور یک مقاله نوشتن، به نظر من این مقاله جالب اومد، گذاشتم اینجا. حالا ببینید به اصطلاح عکس العمل یا بازتاب این به اصطلاح مقاله. اولا نوشته شاپور غلامرضا یکی از خسیسترین شاهزادگان ایران، از هر کسی که میتوانست پول دریافت میکرد. در بندر پهلوی آقای منوچهر فرهنگی دهکده ساحلی را در منطقه بزرگی در کنار دریا با ساختن ویلاهای زیبایی ایجاد نمود و برای آنکه کسانی مزاحمش نشوند، یکی از این ویلاها را به والا حضرت با مبلمان کامل تقدیم کرد، ولی والا حضرت از او دو ویلا خواستار شد که او هم اجباراً به او داد. در هنگامی که من فرمانده، من نه آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، در هنگامی که ایشون فرمانده مرکز آموزشی و پایگاه دریایی بندر پهلوی بودم 1348 تا 1351، والا حضرت به اتفاق دوستانش که اکثرا عمرای ارتش بودند، در تعطیلات آخر هفته به ویلای خود می آمدند و آقای فرهنگی کلیه نیازمندی های والا حضرت و همراهان ایشان را از لحاظ غذا، مشروبات و غیره، ای کاش این غیره را هم توضیح می دادید، به خرج خود تأمین می کرد. ضمناً قبل از حرکت والا حضرت به طرف بندر پهلوی، مسئولان دفتر ایشان به فرمانده نیرو دریایی اطلاع می دادند که والا حضرت چند روزی در بندر پهلوی اقامت خواهد داشت. نیروی دریایی نیز به من ابلاغ می کرد که در هنگام اقامت والا حضرت برای حفاظت ایشان ترتیب لازم داده شده و خود فرمانده پایگاه به اتفاق چند تن از افسران ارشد نیز به پیشواز ایشان برود. این آمدن والا حضرت غلامرضا پهلوی که ظاهرا رئیس بازرسی ارتش شاهنشاهی نیز بود، حالا نیز بود یعنی چند تا شغل دیگه هم داشته خدا دانه، در فصول بهار و تابستان کرارن تکرار می شد و چون من و دیگر افسران از کار و وظیفه اصلی خود باز می ماندیم و ضمناً چون آمدن ایشان به عنوان مأموریت رسمی نبود، لذا من قانوناً وظیفه‌ای نداشتم که به پیشواز ایشان بروم. در دفعات بعد از رفتن خودداری کرده و تلفنی به آژودان ایشان که به همراهش می آمد اطلاع دادم به علت مشغله زیاد از حضور معذورم و به جای من یکی از افسران در خدمت والا حضرت خواهد. عدم حضور من باعث شد که والا حضرت غلامرضا پهلوی شکایت مرا به اعلی حضرت به عنوان این که به مقام محترم والا حضرت و دربار شاهنشاهی توهین و بی احترامی کرده ام خواستار رسیدگی شد. شاهنشاه آریامهر نیز مراتب را به فرمانده نیرو دریایی دریابود رسایی اطلاع داد. تیمسار رسایی طی تلگراف محرمانه‌ای خواستار جواب فوری شدند.
من به جای ارسال جواب به صورت محرمانه تلگراف عادی که در آن ذکر کرده بودم. والا حضرت به عنوان تفریح چون آب اماله هر هفته به بندر پهلوی تشریف فرما می شوند و برابر آیین‌نامه های تشریفاتی ارتش شاهنشاهی، من وظیفه ای ندارم که به جای انجام وظایف محوله روزانه هر بار که ایشان تشریف فرما می شوند به استقبالشان بروم. حالا اینو داشته باشید. تیمسار رسایی این تلگراف مرا خدمت اعلی حضرت برده و نشانشان می دهد. شاهنشاه پس از خواندن تلگراف می فرمایند حق با فرمانده پایگاه است و والا حضرت نباید چنین انتظاری داشته باشند. هوشنگ آریانپور، اسمشون رو نوشتن، سالش رو گفتن، اسم اون تیمسار رسایی رو گفتن، گفتن با تلگراف و قولتون میدم که این آقای آریانپور اون تلگراف رو هم داره، چون آدم بسیار مرتب و منظمی هست. و اما 70 تا آدم از من بیکارتر یا بعضی هام یه نفرن، 5 بار 6 بار 8 بار آمدن اینجا نوشتن که حالا ببینیم چی نوشته. دوست خوبمون افشین که فامیلیشم آریا پیام هست نوشته بود که میرسیم براتون میخونم، ولی دوستان ببینید مشکل ما کجاست. من میخوام اینا رو به ترتیب زمان براتون view previous comment. بله، از اینجا شروعش. اولیش آقای رضا شیرازی نوشته که ای والا دم آریانپور گرم. خب دومیش آقای گیو فرخزاد، اسم ایشون بر وزن دیو هست، گیو فرخزاد، نوشتن درود بر شاه که رفتاری منطقی داشت حتی با نزدیکانش. بسیار عالی. اولا این نشون میده که این آقای فرخزاد نامه یا مقاله امروز آقای آریانپور رو تا آخر خونده و مثل دیگران فقط از روی جلد کتابی رو قضاوت نکرد. خب ببین، یعنی این تازه اعتبار بوده برای شاه، ولی ای کاش آقای گی فرخزاد به همینجا بسنده و پسنده میکرد و خودش رو خراب نمیکرد. حتما میگید آقا کجا خودش رو خراب کرده، صبر کنید. میایم پایین تر، این دوستمون آقای فرشید دامرهیان یا دامرهیان یا دامرهیان، این چون انگلیسی نوشتید متاسفانه ما یکی از مشکلات زبان فارسی و انگلیسی اینه که یه چیزی رو به فارسی میتونیم بخونیم، انگلیسی که میشه قاطی میکنیم، یه چیزی رو انگلیسی بتونیم بخونیم، فارسی که میمیسن قاطی میکنیم. ایشون نوشته که بذار من این صفحه‌رم یه کمی اینجوری صافش کنم، یه کمی میزون نیست، من ناراحتم برای دوستان فیسبوکی مجبورشن کج بشینن راست ببینن. فرشید میگه که در تأیید خسیس بودن شاپور غلامرضا پهلوی هرچند دستش از دنیا کوتاه است، شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ در کتابش از خسیس بودن والا حضرت میگوید ایشان مرتب به عناوین مختلف به بازداشت میگوید با ایشان مرتب به عنوان به عناوین مختلف به بازدید باشگاه من می آمدند و من به علت اینکه مهمانان خارجی دربار هم می آمدند موزه صنایع دستی و فرش و چه و چه درست کرده بودم. هر بار والا حضرت دست روی چیزی می گذاشتند که مجبورن باید تقدیم می کردم و ایشان مرتب دوغ آبلی می نوشید و همین. وقتی مادر شاهنشاه در بیمارستانی در نیویورک فوت نمود، خرج بیمارستان و هزینه‌های مربوط را هیچ یک یا هیچ کس از بستگانش تقبل نکردند تا اینکه شهبانو چند هزار دلار برای شاپور غلامرضا فرستاد و گفت ایشان جای مادرتان است و خوب نیست جنازه همینطور در بیمارستان معطل بماند. والا حضرت هم پول را گرفتند و میل فرمودند و یک لیوان آب هم روش. آنقدر جنازه در بیمارستان ماند تا بالاخره در گورستان بیکس و کارها دفن شد. به قول شاعر از تنگی چشم فیل معلومم شد آنان که غنیترند محتاجترند. خب ممنون از این دوستون. ایشونم درباره همین مقاله درباره همین شخص صحبت کرده. خب حالا یه دوستی نوشته خاطرات عمان
یا علم هنگام زلزله، که من اصلا نمیدونم این دوستون مانی بوستان اصلا این نمیدونم ربطشو من با این مقاله نفهمیدم. آقای جاوید شهافر لطف کردن از استرالیا نوشتن آقای سوربی، آقای سوربی عزیز، آفتاب آمد دلیل آفتاب. قرار بود ترتیب کلکلی یا گفتشنودی را در رابطه با شاهان خدمتگزار پهلوی با من بدهیم. چی شد؟ میبینید شاه خدمتگزار حق را به حقدار داده، نه به برادرش. ممنونم، شما هم کاملا درست میگید. و یادتون باشه که غلامرضا برادر ناتنی، یعنی از یک پدر از دو مادر بودن. و اما میایم پایین تر، ما برای آقای شهافر نوشتیم مشکل اینه که وقتی ما اینجا برنامه داریم شما در استرالیا ساعت خوابتون هست، و حالا امیدواریم اگر سفری به اینجا داشتید یا یه جور دیگه تونستیم این کار رو حل میکنیم. من امیدوارم دوستانی که به من ایراد گرفتن آقا برای بعضی از چیزها خیلی برنامه میذاری و فلان و اینها، دلخور نشن. بذارید دوستان تو رو خدا یه مسئله ای رو سر یه مسئله به خصوص یه روز بحث کنیم، صحبت کنیم، یاد بگیریم و بریم سر مسائل دیگه. حالا ببینید، من اون روز گفتم این شاه اللهیا آدمای بی تربیت و زورگوی هستن. خانم نیر خواهر گل من نوشت که آقای سوربی همه طرفداران پادشاهی آدمای بی تربیت و زورگو نیستن. من نوشتم شما درست میگی، من نباید از کلمه همه قدر مطلق استفاده کنم، میتونم بگم بعضیا، میتونم بگم اکثرن، ولی نگاه کنید یه آقایی به نام فرخ پیرنیا اوکی نوشته به شما ربطی ندارد سوربی، برو ماس خودت رو بخور. ببینید دوستان، اینا آدم بشو نیستن. یعنی اون ماجرای خر عیسی و رفتن مکه و کعبه و هرچی، اینا آمریکا که خوبه، اروپا که خوبه، کره ما هم اگه ببریش، فامیلیش هم اگه پیرنیا باشه، فامیل اون استاندار شیراز باشه، این همین اولاغی که بوده هست، یه اولاغی سوار مامانش شده، این کرخر دنیا اومده، اسمش از فرخ پیرنیا. آخه یکی به این بیناموس، یکی به این مادر به خطا بگه عوضی من حق دارم نظر خودم رو بگم. تازه من که در این برنامه نظری نداشتم، من آمدم خاطرات آقای آریان پور رو که نوشته از این ماجرا اینجا نوشتم. آخه پوفیوز، تو که به آخوندا میگی دیکتاتور، تو که به آخوندا میگی سانسورچی، تو که از اونا احمقتری، تو که از اونا دیکتاتورتری. بیاین پایین. آقای سیامک زند که خودشم در دربار کار میکرده میگه که سوربی جان، اگر از ماست این سلطنت طلبهای نادان دوغ هم به ما برسه بفرست. منظورش کیه؟ فرخ پیرنیای احمق. دوباره آقای شهافر جواب میده، آقای سیامک زند گرامی، من این یکی آقا به شما نیست. آقای شهافر شما بخون، اون یکی گفته ماست، اینم داره میگه ماست، و من نمیدونم ماها چرا جواب یک دیگر رو میدیم. حتی به آقای سیامک زندم من ایراد میگیرم. آقا در رابطه با این مقاله شما که مقصد توی بطن این ماجرا بودی، بیا یه خاطره بنویس و برو. این یکی به اون جواب میده، اون دومی به اشتباه فکر میکنه این به اون گفته، میاد فوش میده، اون سومی میاد به همه اینا فوش میده، چهارمی از راه میرسه میگه آقا چی گفتی، میگه آقا اصلا من اشتباه کردم، من داشتم جواب یکی دیگر رو میدادم. ببین آقای جاوید شهافر میگه آقا سیامک زندگرامی، من یکی سلطنت طلب نیستم، مردمی ترین ملکه تاریخ امپراتوری های میهنمان شهبانو فرع پهلوی شازده مردمی رضا پهلوی هم این موضوع را میدانند، ولی انکار نمی کنم که پهلوی طلبم، چرا که پهلوی ها با همه ایراد و اشتباهاتشان خدمات کم نظیری به ملل عقب نگه داشته ما توسط استعمار انگلیس کردند و قدردانی حکم می کنند. ما همانقدر که از امیر کبیر مصدق و دیگران قدردانی می کنیم، از خدمات ریشه‌ای پهلوی ها هم سپاسگزار باشیم، و الا مقایسه کنیم آن دو را با رهبران دیگر مثل للین و استیلین که اولی به دختر 6 ساله تزار آناستاریا هم رحم نکرد و
خشت کمونیسم ایدئولوژی انسانی ولی غیرعملی را از اول کج گذاشت و دومی به همرزمان خود نیز رحم نکرد و خروشچف را مجبور شد جنازه‌اش را از میدان کرملین به جای گمنام منتقل کند. هیچ رهبری بدون ایراد نبود و نخواهد بود. انسان‌ها از جمله رهبران را در مجموع اعمالشان باید قضاوت کرد، نه تک تک آنها. خب میشه گفت ضمن اینکه ربطی به این ماجرای فوت برادر شاه و این ماجرای خاطره آقای تیمسار آریانپور از خسیس بودن برادر شاه، از سوء استفاده‌ای که می‌کرده از سیستم نداره، ولی خب اب نداره دیگه، ما اینجا هستیم که این دوستان یه جایی پیدا کنن برای گفت و شنود. بعد آقای سیامک زند ممنونم نوشته که تاریخ قضاوت خواهد کرد. بله آقای شهافر هم جواب داده بله حتما اینجوره و هیستوری هز بین ایشود ده جاجمنت آردی. آقای شهافر میگه که تاریخ در حال حاضر قضاوت خودش رو کرده. کجاست آقای شهافر برای ما هم نشون بدیم. و اما دوستان بیان بریم سراغ آقای گیو فرخزاد که گفتم یه نفر این مقاله رو خونده بود، همون اولم اون نکته مثبتش رو درباره شاه درآورده بود و عنوان کرده بود و ای کاش آقای گیف فرخزاد میرفت بیرون دنبال کارش، میرفت دنبال تفریحش، ولی نه مگه میشه؟ چون هوادار سلطنت هستن باید بیان پدر صاحب بچه رو در بیارن. حالا گوش کنید. خدا و پدر رضا شاه را بیامرز که لباس مناسب به تن این مردم کرد، از شپش و آب جوب خوردن نجاتشان داد و رضا شاه و محمد رضا شاه اینها را به خارجه فرستاد با پرداخت 700 دلار ماهیانه که چیزی یاد بگیرن و به درد کشورشان بخورن. تکرار مکررات است گفتن بعضی چیزها. شما کاملا درست میگین، همین هم که گفتید تکرار مکررات بود. و عذر میخوام، تو زمان رضا شاه ما آب لوله کشی داشتیم، تا زمان شاه هم آب و ابانبار و اون گاری شاهی و اینها مردم تو قصه ها و تو حتی تو نوارا هست آقای گیو فرخزاد. و اما باز ول نمی کنه که دوباره نوشته ایرج میرزا از نوادگان قاجار و شاعر دوران مشروطیت، گفته تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. خب آقای سیامک زند اومده جوابش داده، گفته آقا میرزاده عشقی هم شاعر آزاده چنین گفت: پدر ملت ایران اگر این بی پدر است، بر سر قبر و روحش باید رید. خب اینم اینجا دوباره میان پایین تر آقای گیو فرخزاد که ول نمی کنه خدمات رضا شاه در طول 16 سال. اگر اون پایین ازش بپرسی آقا داری راجع به چی صحبت میکنی، دیگه یادش نیست که اون بالا داشتیم راجع به برادر شاه صحبت میکردیم که آدم خسیسی بوده. دوباره باز مینویسه، یوتیوب میذاره، شاهین فاطمی که خود از مخالفان پهلوی هاست چنین گفت: یک چیزهایی به این ملت داده شده که لیاقتش را نداشتن و حالا باید از نو بسازن. خب آقا اگه لیاقتش ندارن، پس آخوندا دارن طبق فلسفه شما کار میکنن و اینا را از مردم میگیرن. پس شما آقای گیو فرخزاد شما طرفدار آخوندا هستید. اگه قبول ندارید این زیر من نوشتم، اگر وقت داشتید مهمان من باشید تا با هم گفت و شنودی داشته باشیم. خب حالا بیایم این مجید آذری. اولا خیلی خوشحالم که امروز آمده. بعد از مدت‌ها کجا بودی مجید؟ مجید آدم بسیار جالبیه، یعنی شما نمیدونید این شخص چقدر با آخوندا مخالفه، ولی چون دهن باز میکنه حقیقت رو میگه، میگه ملت این آخوندها فرزندان خلف شاه و فره و رضا شاه هستن، بهش میگن این طرفدار جمهوری اسلامیه. ببینید اینم باز یک بدعت بدیه که شاه اللهیا گذاشتن، درست مثل جورج بوش احمق میگن یا با ما هستی، اگه با ما نیستی پس دشمن ما هستی، با جمهوری اسلامی هستی و چنین و چنان. مجید آذری میگه جنایات حکومت اسلامی به قدری بزرگ و بیشمار است که عده‌ای از حکومتی دیکتاتوری و تا به دندان مسلح و جنایتکار فردی شاه و پهلوی حمایت میکنند. به اصطلاح مردم را به مرگ گرفتن تا به تب رضایت دهند. حکومت دیکتاتوری و جنایتکار خمینی میوه طبیعی حکومت دیکتاتوری و فردی شاه است. کسی که باد میکارد طوفان درو میکند.
دوستان ببینید توی دو جمله سه جمله کوتاه چقدر قشنگ گفته، منطقی درست. حالا بیان پایین بریم سراغ مهناز خانم، گویا ایشون دکترم هست. خب جناب سربی گرامی، ایشان چه بد و چه خوب رفتن. انگار ما مثلا نمیدونیم که مرده ها رفتن، ایشون دکترا گرفته که به ما بگه مرده ها رفت. در این لحظات حساس، چه لحظات حساسی؟ شما بیا برای من بگو این امروز صبح دوشنبه در آمریکا کجاش حساس تره؟ بعد میگی خانواده ایشان داغدار هستن. خانم، خانواده ایشان اینا همدیگر سه سال نمیبینن، چشم دیدن همدیگر رو ندارن، کجای کاری؟ جنازه هاشون رو شهرداری خاک میکنه، ای داد بیداد. بعد خانواده ایشون اگه داغ داره که الان ننشسته فیسبوک سربی رو نگاه کنه و مزخرفات شما رو، برید خجالت بکشید، یه چیزی نوشتن بیاین نظرتون رو بگید، نظری ندارید برید دنبال کارتون. بله بله، نوشتی که این چه پستی هست که شما گذاشتی؟ به شما مربوط نیست چه پستی گذاشتم. زیرش اگه بخونید نوشته که این پست رو گذاشتیم تا فضولا و بیکارها رو بشناسیم و این کار انجام شد. شما رو شناختیم، اون آقای گیو رو شناختیم، حالا باید باز پایین‌تر هم میان، اون آقای پیرنیای احمق رو شناختیم، بازم میان. عزیز خود را از دست داده، بیاییم در این لحظات به حرمت آنها هم که شده نگاه سیاسی خود را کنار بگذاریم و انسان باشیم. اولا شما سعی کن انسان باشیم، ما انسان بودیم و هستیم و خواهیم بود. دوما شما برای مرده‌ها احترام قائلید؟ یعنی اگه هیتلر مرد دیگه نباید درباره صحبت کنیم؟ خمینی که مرد درباره صحبت نکردید؟ خامنه ای که میره درباره صحبت نمی‌کنی؟ چرا دروغ میگی که من بیام بهت بگم زنی که یه احمق؟ چرا دروغ میگی؟ خودت انسان باش، بیاییم و قدری با یکدیگر مهربان باشیم. شما از مهربانی صحبت میکنی، حالا میریم پایین‌تر باز آبروی شما رو میبری. بله دوباره نتونسته که ساکت بشه. اینا اگر خفه میشدن تو اون 37 سال حکومت شاهی هم خفه میشدن و میرفتن دنبال زندگیشون، شاه میفهمید که بابا اینا دروغگو هن، این صحبت هایی که میکنن، این زرزر هایی که میکنن، این تبلیغ هایی که میکنن مفت و مجانیه، علکیه. میرفت دنبال کارش، صحبت کردن اینها اون رو به چی بگم، به گاداد. حالا هم ببینید دستوردار نیستن. این پست ها و این گفتگوها در زمان مناسب بسیار هم سازنده است. دوستان شما باید بشینید این خانم مهناز گنج علی هر وقت دلش خواست بعد بیاد اجازه بده من و شما آزاد باشیم روی فیسبوک پست بنویسیم. حال که 38 سال از آن واقع گذشته و ایشان هم دیگر نیستن، بیاییم موجب آزار بازماندگان نشویم. بالاخره ایشان عزیز دل کسی است، فارغ از تمام کمبودهای اخلاقی، با مهر. شما نه مهر داری، نه محبت داری، نه انسانیت داری، دروغ نگو. از فردا یکم تمرین کن انسان باشی، با هم صحبت کن. خب میگه که سیامک زند میگه جای آن دارد که این نصیحت ها را به همپالگی های فحاش سلطنت خود انجام بدهید. باز درست میگه، باز میان سراغ آقای ماز، میگم ماز ام جی مجید آذری. بدبختی ما در جامعه آن است که هنوز هم یک عده دنبال حکومت دیکتاتوری فردی و جنایتکار پهلوی میگردن تا در دهه سوم قرن 21 ظهور کند و مملکت را نجات دهد، وگرنه همه میدانند که نباید به گذشته ظلم و جنایت لبیک گفت، تاریخ ظلم و جنایت را باید به گورستان تاریخ سپرد. خب دوباره این آقای گیو فرخزاد هر چی که بلده لینک بذاره، عکس بذاره، فیسبوک بذاره، میاد میذاره. آخه مردک، اینجا کجا جای تبلیغ توه؟ نظام پادشاهی ما هم چیکارش میکنیم؟ پاکش میکنیم، دیلیت. آره حالا میان پایین ته. خب کجا بود؟ ما اونو پاک کردیم. بله جای آن دارد نصیحت ها و اینها. بله حالا میام دوباره سراغ این آقای فرخ پیرنیا. متاسفانه کسانی هستند که ذاتاً با خاندان ایران ساز پهلوی خوب نیستن. ادعا این آقا رو نوشته با قین، آقای سربی یکی از آنهاست. این قیزها کی تمام می شود؟ این بدگویی ها کی تمام می شود؟ جمهوری جنایتکار اسلامی هم می کشد، هم می زند، هم می برد، هم زندان می کند. چرا این افراد به دنبال آن نیستند؟ با تأسف از این طرز فکر این گونه آدم ها، تأسف بخور تا بمیری مردک دیوانه. وقتی برادر شاه مرده، ما امروز داریم در برادر شاه صحبت می کنیم،
رفسنجانی که مرد درباره رفسنجانی صحبت میکردی. تو خیلی شجاع هستی، تو خیلی آزادی خواه هستی، جونت بالا بیاد بیا بشین راجع به هر کسی میخوای حرف بزن. من نوشتم برایش: دوست گرامی، من هم مانند شما طرفدار پهلوی بودم، احمق بودم، نادان بودم. رسیدم آمریکا، دیدم این آقا رضا پولوی چه آدم عقب افتاده ای است، نظرم تغییر کرد. آیا من حق دارم نظرم رو عوض کنم یا شما از جمهوری اسلامی هم دیکتاتورتر هستید و حتی توی مغز مردم هم میخواین چیکار کنید؟ تفتیش کنید. حالا این یکی به اون یکی، این فرخ پیرنیا به اون گیو فرخزاد، همشون هم فرخ. درود بر شما آقای فرخزاد، حقایقی که نمیشود کتمان کرد. خب باف باری کرد، دوباره این گیو آمده، واقعا شرم‌آوره. یه چیز دیگه گذاشته: آقا این چه کار مقاله داره؟ یاد بگیرید راجب مقاله، یاد بگیرید راجب بحث معین صحبت کنید. خب حالا یه جایی لابد یکیشون راجب حکومت پادشاهی بلژیک، انگلستان، سوئد صحبت کرده، آقای مجید آذری اومده میگه آقا خانم، حکومت پادشاهی بلژیک، انگلستان، سوئد ربطی به حکومت فردی رضاخان پسرش ندارد. در این حکومت ها شاه مخالفش را سانسور و شکنجه و اعدام و ترور نمی کند. در این حکومت ها شاه زندان اوین نمی سازد. در این حکومت ها شاه فقط یک مقام سلطنتی است و ربطی به حکومت کردن ندارد. در این نوع حکومت ها مجلس و پارلمان همه کار هستند. رضاخان حتی به مجلس فرمایشی خودش میگفت طویله، و وقتی با مجلسیان اختلاف داشت میگفت کاری نکنید که در این طویله را ببندم. رضاخان و پسرش ربطی به جوامع مدرن و غربی ندارند، بیشتر شبیه حکومت عربستان، صدام، اردوغان یا اردوغان و خمینی هستند. خب بیایم پایین‌تر. اینجا باز مجید نوشته: پایه‌گذار اسلام در ایران مدرن. عکس فرخ‌خانم رو می‌بینید با چادر مشکی، عکس آقای شاه رو می‌بینید در حال دعا و نیازش به اینجا. حالا دوباره این آقای گی فرخزاد، ببینید دوستان، اینا یه عده آدمای تنهایی هستن، دو تا حقوق دارن، یه دو تا حقوق سوشال سکیوریتی اینا از کشورهای مختلف می‌گیرن، یه حقوقی چیزی از ساواک و حقوق بازنشستگی و حقوق خونه‌هایی که تو ایران دارن اجاره می‌گیرن. از صبح تا شب فقط میشینن اینجا. یک چیزی من ننوشتم، آقای آریان پور نوشته، من گذاشتم اینجا که خانم آقا ببینید چه کسی بود حکومت شاه رو به زباله‌دانی فرستاد. برادرش بود، احمق‌ها، نادان‌ها. خب دوباره این خانم مهناز گنجعلی مگه میره؟ جناب مجید آزامی نوشته، آذری: آنچرا که شما اومد به نظر ندارید مردم ما هستن. آیا براستی مردم ایران و فرهنگ ایران قابل قیاس است با سایر کشورهای پادشاهی؟ دوستان، من بارها شده توی این مجالس که میرم مردم به من میگن آقا آفرین، هیچ کس مثل شما نمیتونه این ذات اصلی این سلطنت طلبها رو بیاره بیرون. نگاه کنید این خانم امروز تو قرن 21 هم هنوز داره به مردم ایران توهین میکنه، هنوز باور داره این خودشو، خانواده عقب افتادهش. خیلی میدونن مردم ایران عقب افتاده هستن. خانم مهناز گنج علی، حرفی برای گفتن دارید تشریف بیارید، ما اینجا خدمتتون هستیم، یه لیف و صابون حسابی بهتون بزنیم. ما داریم از سلطنت امروز اروپا حرف میزنیم. مردم غرب با انقلابات خود حکومت‌های دیکتاتوری را در قرون قبل به زیر کشیدن. مجید آذری داره بهش تاریخ یاد میده. تا زمانی که دیکتاتورهایی مثل شاه و خمینی حکومت میکنن نمیشود مردم را آگاه و آزاد کرد. باید این حکومت‌ها را سرنگون کرد و از دیکتاتوری و جنایت دفاع نکرد. کاری که شما سلطنت طلبای نادان، نه طرفدار پادشاهی. خانم شما طرفدار پادشاهی باش، آقا شما طرفدار پادشاهی باش، اتفاقا همین نوعی که تو بلژیک و سوئد و کشورهای دیگه هست، تو انگلستان هست. ما داریم میگیم سلطنت طلبای عقب افتاده، که میگی یک کسی مثل شاه، یک کسی مثل صدام باید بالای سر مردم باشه. صدام اسم خودش رو گذاشت رئیس جمهور، ولی اون احمق هم یه سلطان بود. و اما ولی ایمانی گفته حکومت دیکتاتوری به این شکل به مانند دوران هارون رشید در قرن 21 امکان ناپذیر است و این روش هیچ راهی جز سقوط ندارد. منظور ایشون حکومت جمهوری اسلامیه و همه به این باور رسیدیم. ممنونم از شما.
خب دوباره آقای سیامک زن نشته به عقیده این جان مردم ایران، نه شاه میخواهند و نه شیخ. من هم با شما هم عقیده هستم آقای سیامک زن. و اما این خانم مهناز گنجعلی امروز اینجا دوقلو چسبی زدن نشسته. خوشبختانه سالها پیش شاهزاده رضا پهلوی در پیامی روشن آشکارا گفتن که با رفتن پدرم تاریخ سلطنت در ایران به پایان رسید، پس پدر ایشون سلطنت میکرده. خانم مهناز نادان، پدر ایشون پادشاهی بلژیک و سوئد و سوئیس و فلان نبوده. خود شما، خود این پسر عقب افتادهش اینجا داره میگه که تا با رفتن پدرم تاریخ سلطنت در ایران به پایان رسید و اگر آرای مردم در فردای آزاد ایران پادشاهی باشد، پادشاهی باید پارلمانی باشد. یعنی اینکه پادشاه تنها سمبل و حافظ تاریخ کهن کشورمان باشد و هیچ حق دخالت در کار قانون و قانونگذاری نداشته باشد. حال شما چرا نگران سلطنت و سلطنت طلب هستید؟ برای این خانم نوشتم که کجای این نوشته صحبت از نگرانی بود. من امروز در برنامه صحبت میکنم و الی آخر. بله، بعد خانمم نشته برقرار باشید جناب سربی گرامی، امیدوارم صحبتهایتان در مسیر سازندگی و مهرورزی باشد. حتما خانم، همینجوری که شماها مهر میورزید به دیگران، ما هم به شما مهر رو پاسخ میدیم. گفت به کو آواز خوش ده تا خوش آید. خب آقای زن، شما از سوی خودت حرف بزن، کمونیست. دوستان نگاه کنید این فرخ پیرنیا، نگاه کنید ببینید، این همون آدمایی هستند که ساواکی بودن، هر کسی نطق میکشید حرف میزد میگفتن کمونیستی، مینداختنش تو سیاه چارلز ابین. امروزم روی فیسبوک همین کارا رو میکنه. خب حالا خانم مهناز که میخواد با مهر با دیگران صحبت کنه، آمده اینجا نوشته من فکر میکنم شما اصلا با فرهنگ و با مردم خود آشنا نیستید. خانم مهناز یه چیزی یاد بگیر، اسم طرفی که منظورته بنویس. اینجا وقتی 70 نفر اومدن نظر دادن، شما به کی داری میگی؟ شما میخونی میری برمیگردی 3 نفر دیگه جواب دادن، اینجا بنویس. منم نوشتم مهناز خانم، منظور شما از شما چه کسیست؟ یعنی حالا بعد پایینش نوشته منظورم آقای آذری بود. خب دوستان نگاه کنید، فرخ پیرنیا به سیامک زن میگه کمونیست. خانم مهناز گنجعلی به مجید آذری که اینجوری قشنگ توضیح داده بابا این حکومت هارون و رشیدی کجاش به حکومت‌های پادشاهی کشورهای اروپا میبره، بهش میگه تو اصلا از تاریخ و فرهنگ نمیدونی. مجید آذری جواب میده اصلا رضا خان چه کاره است که نظر بدهد؟ پدر و بزرگش دیکتاتور جنایتکار. آها، این رضا کوچولوئه میگین، این که بابا خان نیست که، این رضا پلوئهش میگن، هر جا پلو هست ایشون اونجا. اصلا رضا پهلوی چه کاره است که نظر بدهد؟ پدر و پدر بزرگش دیکتاتور و جنایتکار بودند. این آدم باید برود خودش را قایم کند، اما متاسفانه به قدری جنایات حکومت اسلامی زیاد است که یک بچه دوز و هم قاتل هم میآید اعاده میگه که یک بچه دوز هم و قاتل هم میآید اعاده حیثیت از پدر جنایتکارش میکند و برای مردم تعیین راه میکند. اینجا هم عکسی رو گذاشته که شاهنشاه آریامهر در مراسم عزاداری روز عاشورا شرکت فرمودند. خب حالا اینم آقای فرخ پیرنیا نوشته تا کور شود چشم حسودان، حقیقتی که نمیشود گمان کرد. چشم خودت کور بشه مردک بی‌ناموس. و این رو هم ما پار کردیم. میاد حالا دوباره مزید نوشته که من دلگرگران آینده اسلام. این رضا پهلوی گفته، دوستانی که فکر میکنن خیلی رضا خان قلدر و محمد رضا پهلوی و این پسر عقب افتادش اینها پیشرفته هستن و کاری به دین و مذهب ندارن، ببینین این رضا پهلوی چی گفته. من دلنگران آینده اسلام در ایران هستم. اکثر جوانان ایرانی از اسلام به مسیحیت و زرتشتیت گرایش پیدا کردن. رضا پهلوی کتاب زمان انتخاب. آقای سیامک زندم آمده یه عکسی از رضا پهلوی گذاشته، نوشته رضا پهلوی فقط به درد عکس‌های یادگاری گرفتن می‌خوره. باز دوباره خانم مهناز گنجعلی امروز از کار آمده بیرون و ولکن نیست. دیروز در جمع دانشجویان ایرانی یکی از دانشجویان که دکترای جامعه شناسی دارد
از من ایراد میگرفت که خانم دکتر، مشکل شماها که خارج از ایران هستید این است که همه بی ایمان هستید و نمیدانید مردم ایران مسلمان هستند و باورمند به قوانین اسلام. بعد خودش رو مثال زد که مخالف این حکومت است اما سخت باورمند به قوانین قرآن. حال شما بفرمایید با این مردم و فرهنگ عقب مانده پادشاه باید اروپایی برخورد میکرد؟ پس شما خانم دکتر مهناز گنج علی موافقید با کارایی که شاه کرد، با گذاشتن زیر پای قانون مشروطه و به جای سلطنت کردن به جای پادشاه کردن حکومت کرد، پس شما موافقید با کارایی که شاه کرد از ترس اینکه بعضی از این جوونا کمونیستن زندان اوین ساخت انداختشون توی زندان. اگه امروز هم شما به یه جایی برسی فکر میکنی چون بیشتر از مردم میفهمی شما هم میخوای وزیر ساواک و نمیدونم اطلاعات بشی. بله، ابتدایی تری کاری که امروز میشود کرد برای ایران آگاهی و فرهنگ سازی. چگونه؟ اینجوری تا روزی هم که من و شما تمامی تمرکزمان بر این است که شاه چه کرد و خمینی چه کرد دیگر وقتی نخواهیم داشت برای پرداختن به حال و این که ببینیم خودمان چه میکنیم. خب خانم وقت تو اینجا نیذار، برو بشین فکر کن فردا چه باید کرد. ما از تلویزیون مردم برای مردم پخش میکنیم، میگیم این خانم مهناز گنجعلی که دکتر هست گفته این کارو بکنید، ببینیم چند نفر میان دنبال شما. برنامه و طرح فرداتو برو به رضا عقب افتاده بگو، ببین اگه اون تایید کرد ایشون بیاد بشه رهبر، شما هم بشه وزیر تشریفات، ببینیم چه غلطی میکنید. و اما بیان اینجا، یه نفر یه دفعه آمده نوشته من نمیدانم چه خطایی از من سر زده که معدودی فکر میکنن در این صفحه میشود پرت و پلا نوشت و عقده‌گشایی کرد. بابا بس کنید، کشور را با جایش دادید، حالا دعوای دو تا ویلا میکنید. کخراست و دروغش احتیاج به سند و مدرک داشته، تازه دردی از این همه دردهای بیدرمان چاره نمی کند. آقای شهباز آزادگان، کسی تو سایت شما نیومده، شما اومدی توی صفحه ما، چشمت کور برو بمیر. حالا به کی داره میگه؟ حتما اینو به تیمسار آریانپور داره میگه. دوستان، تیمسار مملکت، تیمسار ارتش شاهنشاهی آمده میگه آقا این برادره شاه زرت و زرت میومد اونجا، اون آقای فرهنگی هم برش از خوراک و فلان و اینها، حالا دیگه عرق و مرق و نمیدونم تریاک و خانم و اینها بماند و اصلا مزاحم بوده، نمیذاشته سیستم نیرو دریایی بر روال کار خودش باشه. خب حالا دوباره این یکی اومد، فرخ پیرنیا، این آقای دکتر دانشجو هم هنوز نفهمیده که انسان اسلام دین عربستان عرب هاست و قرآن هم برای عرب ها آمده، حتی قرآن هم را نخوانده که در آن صراحتن گفته این دین محمد و قوم اوست برای مردم مکه آن را آفریده امالقرا آمده و ایلون پیامبری نفرستادیم مگر به زمان قومش، قوم ما عرب بود به زمان، یا به زمان ما عربی، این هم سوره هایش فلان اینا. اینا دو کلمه که یاد میگیرن هر جا فرصت کنن میخوان ادعای فضل و فضل کنن در اصل. خب امروز باید فارغ از هر گونه نگاه سیاسی که از گذشته بیاموزیم و هر یک در هر تخصصی که هستیم در لباس خدمتکار با عشق به میهن و به میهن تلاش کنیم برای بازسازی میهن. این که دیروز کی چی کرد و چی کسی چه نکرد دردی درمان نمیکنه. خب ادب از که آموختیم؟ از بی ادبان ها، یا ادب شما انجام بدید تا ما پشت سرتون. شاهنشاه آریامهر هم عرب بود، اینم عکسشو گذاشته. باز دوباره فرخ پیرنیا، شاهنشاه عرب نبود، مثل بقیه مسلمان بود و منشور هم اسلامی باید مجبور یا مشروع هم باید اسلامی رعایت میکرد. خب مردک اگه تو میگی اون اسلامی رعایت میکرد، آخوندام دارن اسلامی رعایت میکنن، دردت چیه؟ برای همینه که در مسجد رفاه قاهره گور به گور شده. سیامک زن، آه زن اگه اینجوری نگی بهتری، کشور هم اسلامیه. خب اگه کشور اسلامیه مگه شما الان نمیگید به این آخوندا چرا میگید کشور اسلامیه؟ چطور وقتی به نوبت خودتون میرسید میگید کشور اسلامیه؟ دوستان اینا باور دارن کشور در زمان شاه اسلامی بوده. ببینید چجوری من دستشونو باز میکنم با یک مقاله ساده که آقای آریانپور خاطرات خودش رو بیان کرده از سوء استفاده های خانواده شاه، که همین سوء استفاده ها و نادانی شاه باعث شد همچون تیشه‌ای به ریشه حکومت سلطنتی بزنن و بریز پایین. خب
حالا مجید آذری میگه خب چرا به خمینی ایراد داری؟ او هم مسلمان بود و اسلام رو رعایت میکرد. فرخ پیرونی ها میگه مملکت داره از دست میره، دنبال چی هستید؟ آزادی یا بحث های بیهوده؟ دوستان نگاه کنید، خودشون همه بحث های بیهوده رو میکنن، همچین که کم میارن میگن آه چرا بحث بیهوده میکنی؟ ببینید قشنگ اینو برید دنبال کنید. خب خمینی کشت و نابود کرد، نادان شاه باخت و درست کرد. بفهم اینم منطقش، اینم منطقش. خب جناب پیرنیا گرامی، این آقای دکتر و میلیون ها جوان دیگر چون ایشان قربانیان همین نظام هستند و چیزی بهتر نمیدانند، ما به جای قضاوت آنان همان گونه قبلا عرض کردم در لباس خانم مسئول آموزش به آنها هستیم. در لباس با مهر و دلسوزی، چرا که آنها حافظان و آیندگان ایران عزیز هستند. دوباره پیرنیا شاه ساخت. خب یعنی همین مثل شعار جاوید شاه بعد شد چاپید شاه بعدم این شد. بله بی تردید روان عزیزشان شاد و نام پرشکوهشان همواره جاوید در قلب تاریخ درخشان میهن. آذری گفت آقا خانم مملکت 100 سال است که به دست دیکتاتوران از بین رفته، باید مردم را نجات داد، باید حکومت‌های دیکتاتوری را سرنگون کرد. بله با کسانی که عناد دارند و مغز بسته نمی‌شود حرف زد کن رفتم. خب برو به درک، چه کسی بی مغز و چه کسی بی مخ و مغز بسته بود. دوستان نگاه کنید، عکس شاه همراهش شعبون بی مخ که داره جوانای میزنه، داره موهای مردم رو تو خیابون میتراشه، عکس شعبون بی مخ که جیپ ارتش و مردم رو راه انداخته. و اما جناب آذری لطفاً قدری تاریخ بخوانید، اینا همشون هم ماشاءالله استاد تاریخ هستند. در زمان محمد رضا شاه کمونیست داشت جهانی میشد، این سیاست جهانی بود که مذهب را رشد دهند برای مقابله با رشد کمونیست که بقیه سیاستکاری هم بود. حال که کارشان با آمد، پس شما قبول داری که این سیاست های دنیا و اون فامیل و اینا هستند؟ پس دیگه خفه شید، برید بشینید اونا براتون تصمیم بگیرن. ضمناً کمونیستی که فکر کردی با اون آخوندبازی از بین رفت، با شاه و فرع برن حج و برن نمیدونم مشهد از بین رفت، امروز که این آقای پوتین داره دنیا رو میگیره. تا دیروز ملت نگران بودن که فرانسه هم اون خانم لومپن عوضی رو میکنه رئیس جمهور. چی دارید میگید؟ تنها نشستید تو خونه های تاریکتون، سوراخ های قایم شدید. و چقدر این مجید آذری قشنگ گفت، اگه این جنایتکارها و بی پدر مادری آخوندا نبود، شما هر گونتون باید یه سوراخ میخریدید، 100,000 دلار میرفتید قایم میشدید، ولی چون اونها کفن باباتون رو دزدیدن و توش ریدن، حالا اومدید بیرون میگید کفن دزد اولی. آقا خانم کفن دزدی بده، حالا چه به قبر بدرت برینه چه نرینه. و اما خب چگونه با حرف جناب صربی عزیز، اینها همشون خسیس هستن و خسیستر از همه هم رضا کوچولو. دوستان نگاه کنید، خانم شهناز خزائی یه جمله است، ولی اینقدر کوتاه نوشتن که شده اینجوری دو قسمت. جناب صربی عزیز، اینها همشون خسیس هستن و خسیستر از همه هم رضا کوچولو. من میدونم، بارها هم شنیدم، خانم زنگ زد گریه میکرد تو برنامه من که آقای صربی من تو مریلند ویترسم، یعنی گارسون خدمتکار رستوران، گوی این مردک که میاد اولا انتظار داره من گارسون پول خوراکشو بدم، بعد وقتی میذارم چک رو جلوش همون به زور چکر رو میده، انعام نمیده. که بعد آقای احمدعلی مسعود انصاری چون آدم مؤمنی هست و با وجدانی هست، گو آقا بذارید یه چیزی بگم، این حق داره، این بلد نیست، این نمیفهمه، اصلا نمیدونه وقتی میره یه جا باید انعام بده. خب خانم مهناز حالا دیگه امیدوار شده، به امید آگاهی و آزادی میهن روز همگی خوش، خدا رو شکر شما رفتی. خب تا دیکتاتوری هست آموزش را باید در خدمت سرنگونی گرفت و مردم را آزاد کرد. مجید بیا برنامه بذار صحبت کن، وقتا فعالتر بودی. و اما خانمی به نام افسانه کاشفی گفته مردم ایران به چشم خود دیدند که پس از خاندان پهلوی چطور چپاول شدند و هر رمال و مدعی صاحب 1,000 ویلا و میلیاردها پول شد. بس کنید دیگه، دست از سر پهلوی ها بردارید، فلاکت امروز ایران دستپخت شما هاست. به 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 به، گفت همین شما رو ما کم داشتیم خانم کاشفی.
که همه رو ول کنی، شاه رو ول کنی، خمینی رو ول کنی، پوتین رو ول کنی، کمونیست‌ها رو ول کنی، آمریکا رو ول کنی، گوادلوپ رو ول کنی، بیای آقای آذری، سیامک زند، سوربی که یکی از خاطرات آقای آریان‌پور رو اینجا نوشته بگید شماهاست. حالا هر کدوم از ما رو اگه نگاه کنی میبینی هیچ کاری با انقلاب نداشتیم. بنده مأمور حکومت نظامی بودم، شما بیا جلو ببینیم کجا بودی. حالا یکی یکی من میبرم تو دوستان توی صفحه های اینها که ببینید اینها حتی قوانین صفحات فیسبوک رو هم رعایت نمیکنن. خب حکومت رضاخان و پسرش بزرگترین دندان تاریخ ایران بودن. ها زندان یاد رضاخان از یک پسر قزاق روس در عرض 15 سال به ثروتترین مرد دزدان، ببخشید دزدان، حکومت رضاخان و پسرش بزرگترین دزدان تاریخ ایران بودند. رضاخان از یک سرباز قزاق روس در عرض 15 سال به ثروتترین مرد خاورمیانه تبدیل شد. پسرش به یکی از ثروتترین مرد جهان، خامنه ای و رفسنجانی فرزندان خلف این جنایتکاران بودند هستند. اینها بله باز مجید میگه اینها همه مال دزدی و جنایت در حکومت جنایت و دیکتاتور است. ما هم نوشتیم دوستان امروز در برنامه زنده در این باره صحبت میکنیم، شما هم مهمان ما باشید تا با هم گفتگو دوستانه داشته باشیم. پیشاپیش از یکایک که شما دوستان موافق و مخالف تشکر میکنم. شادزی، آزادزی، سربلند. خب فکر نمیکردم بازم بیان، آمدن. آقای سعید سعیدی گفته خاله زنکی توی خون ما ایرانی هاست، یعنی همینجا توهین به خانم ها. حالا دیگه نمیدونم، نمیدونم موافق منه مخالف، میخونم ولی ببینید همین اولش توهین به خانم ها. خاله زنکی توی خون ما ایرانی هاست. خدایی خیلی خانه زنکی. به عنوان جوانی که الان توی ایران زندگی میکنم و این همه ریخت و پاش و دزدیا و رقمای وحشتناک اختلاس و اینا رو میبینم، بخشی از این حرفای خنددار شما رو فقط میتونم بگم خاک بر سر نسل بی سواد و بی شعوری که هنوز نمیفهم که هیچیو نمیفهمن و ماها رو نابود کردن. دوستان حالا این جوون ایرانیه، کم کم ما با این سلطنت طلبا باید هم عقیده بشیم که آقا جوونا هم مالی نیستن و چیزی نمیفهمن. آقای سعید سعیدی شما به کی داری حرف میزنی؟ کی خاله زنکی کرده؟ یه تیمسار دوره شاه که آمده خاطراتش گفته اون خاله زنکه؟ شما دوستانی که نظر نوشتید اونا خاله زنکن؟ تو یه احمقی که فکر میکنی همه چیز رو میدونی خاله زنکی؟ ای خاک بر سرت. آقای سوربی منظور شما از پیش کشیدن این موضوع در این شرایط چه است؟ آیا مسائل مهمتری نبود که شما میخواد به یک خاطره در مورد شاپور رضا غلام رضا رجوع کنی؟ دوستان ببینید این گیو فرخزاد چقدر خره ها. بابا مرده، آقای آریان‌پور راجع بهش نوشته، منم گذاشتم اینجا که تو یه احمق بفهمی این مرد، برید دو تا قول حوالله برش بخونی. منظور من این بود که شما ها رو از سوراخ‌های تاریک و سیاه و سیاه بشن. من چه منظوری دارم؟ فیسبوکه برای آدم های بیکار. و اما آقای مونتی فاطمی هم نوشته with thanks and gratitude to General آریان‌پور the honest Iranian soldier and patriot آریان‌پور Mr. فرهنگ بله apparently Mr. M. فرهنگی was an honest and generous man. آدم های بخشنده رو میگن generous. من از I recently heard from Mr. فرامرز دادرس در فرانسه. مرسی Mr. سوربی as well. میگه که ممنونم. و اما بیان بریم سراغ خانم افسانه کاشفی. گفت از کرامات شیخ ما چه عجب، من دست را باز کرد و گفت یک وجب، از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد شیرین است، گفت شیرین است. حالا افسانه خانم کاشفی آمده. اقبال بله آقای بیژن شکیبی احسن به شما و اون که تاییدتون کرد. نمیدونم، ما نه به این تایید ها دلخوش هستیم نه به اون اشکالا به اصطلاح ناراحت میشیم، ولی ممنونم آقای شکیبی که با ما هستید. شما با این دوست ما که تو تئاتر کار میکنه شاهین شکیبی آشنا هستید، فامیل هستید یا نه؟ در صورت هرچی که هستید و هر کجا هستید ممنونم که بیننده ما هست. بله حالا بیاین دوستان آقای گی فرخزاد ببینیم فرهنگ قدشناسی.
با کم ارزش کردن و بی ارزش کردن خدمات ثابت شده دیگران، شما به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه باعث گسترش فرهنگی میشوید که در نهایت گریبان خود شما را خواهد گرفت و در مقیاسی وسیع‌تر باعث ایجاد بی احترامی و بی ارزش شمرد شدن کار خود شما در جامعه خواهد شد و این یعنی گسست و شکاف در جامعه و دردی که تنها با احترام و قدرشناسی قابل ترمیم است. شما با گفتار و رفتار و افکارتان به دنبال پیوست یا گسست جامعه هستید. برو آقا دنبال کار زندگی. مثل که اون خانمه نوشته بود که افرادی مثل آقای سربی باعث میشن ما اتحاد نداشته باشیم. نوشتم خاک بر سر شما و رضا پهلوی عقب افتاده که اتحادتون سربی میتونه از توی اتاق چه میدونم 3 در 4 اتحاد شما برید کسافتا، برید خجالت بکشید. بله بیژن شکیبی باز میگه البته خداوند شاهپور رو هم بیامرزه دیگه دست از این دنیا کوتاه شد. آقا خدا پدر مادر شما رو هم بیامرزه. دوستان نگاه کن خیلی قشنگ آمده میگه آقا خیلی ممنون که اینو نوشتید، خیلی ممنون اونایی که تایید کردن، یعنی اینم موافقه. بعد میگه البته دیگه رفت مرد، هرچی خورد و برد و دزدید تموم شد. خب دوستان عزیز این هم از تیتر و تاپیک امروز. شما هم میتونید این برنامه رو اگر در بازپخش میبینید، اگر در آرشیو میبینید، نظراتتون رو بنویسید بگید و در مورد صحبت میکنید. از همه اینها مهمتر شما میتونید مهمان برنامه ما باشید. و اما فیلم بچه و سگها پیدا شده. یادتون میاد اون روز یه فیلمی ما گذاشتیم همین اول تا نشون داد ما ضعف کردیم و قش کردیم و اینها، بعد گفتیم ای این دوست ما قرار نبود از این فیلم ها نشون بده و اینها. بعد دوستم گفت آقا شما خیلی عجله کردی، اگه یک کم صبر میکردی به جاهای بهتری هم میرسید. من هم گشتم اون فیلم رو و حالا پیداش کردم، اگر بتونم به شما هم نشون میدم. بذارید ببینم کجا هست و چگونه هست. و این دوست ما انقدر ویدیو فرستاده که ما نمیدونیم کجا بود. خدایا بله آها پیداش کردم فکر کنم. بذارید ببینم اینه. نه این نیست. اینم حالا جالبه ببینید. میدونید که یه کنسرتی بوده تو ایران، تمام سن فرو ریخته، استیج یا سن هرچی بهش میگید. بعد این کسی که اونجا بوده اگه اشتباه نکنم آقای عقیلی گفته خانمش همه خوبن به اصطلاح خطر جانی نداشت. ببینید نگاه کنید نگاه کنید نگاه کنید این نتیجه چیه؟ اینجا تو آمریکا وقتی میخوان استیج درست کنن، طرف میاد نگاه میکنه ببینه چند نفر میان رو استیج. 5 نفر. میگه خب 5 تا 300 پوند ماکسیمومش، 5 تا 400 پوند، 2000 پوند. استیج رو برای 2000 پوند به اصطلاح سکیور میکنه، تختایی که میندازه، اون پلیتی که میندازه، اون آهنی که میبنده. اینجا هی ایرانی میگه حالا شما برو، برای دارن دست میزنن شما برو، هی همه رو فرستاده رو صحنه. آقا مثلا 16 تا نوازنده و خواننده بوده، اونی هم که چراغ روشن کرد شما برو، اونی هم که دیروز با وانت اومده برای ما کار کرد شما برو، همه رو فرستادن رو صحنه آمده پایین. حالا خدا کنه که به اصطلاح خطر چیزی نداشته باشه. آها این فیلم دوستان کامرای 3، این فیلم رو تا آخر ببینیم چون من اون روز همچین که دیگه حالا بعد خودتون میبینید. دلیلی که این صدا نداره اینه که این از این دوربینای امنیتی است، اینجا بهش میگن سکیوریتی وب سکیوریتی کامراز گذاشتن. خب چون طرف پشت خونش باز بوده اینو گذاشته که اگر دزدی کسی آمد به اصطلاح فیلمشون رو بگیره. ولی من نمیدونم اگه یه دزدی بیاد صورتش پوشونده باشه دزدی کنه بره، حالا شما این فیلمم ببر. البته خب بعضی وقتا هم باز پیدا کردن تو اون ساعت، گفتن کی اونجا بوده کی نبوده. ولی بهترین کار اینه که اگر کامرا میذارید چراغ هم بذارید. میبینید دوستان این بچه پدر مادرش نیستن، میره بیرون، سگا اون پشت حتما سگای وحشی هن که این هم سگ هست، حمله میکنن و میکشن. من تا اینجاش که دیدم دیگه طاقت نیاوردم و به این دوستمونم یه نق زدم، گفتم آقا این چه فیلمیه برای من فرستادید.
بعد ایشون گفت آقا شما تا آخرش نگاه نکردی. میبینید یا اون قسمت پیدا نیست، سگا همین پشت همین جور دارن این بچه بنده خدا رو. آها مادرش آمد یا خدمتکاره هر کیه، میره از این فنس یا نرده اون ورا. حالا خوب بود سگا به ایشون حمله نکرده، بچه رو برمیداره. یه نفر دیگه هم از اونجا رسید و میرن و خب هنوز هم جای نگرانی هست برای این بچه، برای این پسر کوچولو. حالا ببینیم چی شد. بله الحمدلله به خیر گذشت و اینجا در بیمارستان زخماش رو پانسمان کردند و نشسته بازم داره بازی میکنه. ولی خب بالاخره من یه دفعه بچه که بودم با دوچرخه داشتم میرفتم، اینجا صدا داشت چون تو بیمارستان بود و این دوربین فرق میکرد، بنده با دوچرخه داشتم میرفتم و دانشترهای شیراز یک مزرعه جلوش بود، چون اسم اونجا دانشترهای کشاورزی بود دیگه، میخواستن یادشون بدن جلوش مزرعه بود که اینا بیان یاد بگیرن و فلان اینا. بعد ما برای میونبر میزدیم از اونجا میرفتیم، گاهی وقتی هم یکی دوتا چغندر از اینا کش میرفتیم، خوشمزه بود شیرین بود. بعد اون روز حقیقتا قصد دزدی چغندر نداشتیم، ولی قصد داشتیم که بریم خونه فامیلمون آقای وجدانی اینها و میونبر زدیم. میونبر که زدیم چشمتون روز بعد نبینه، این سگها حمله کردن. مام از هولمون به جایی که حالا وایستیم بیان پایین سنگی برداریم پرتاب کنیم برن، هی تونتر رفتیم، ما تونتر، اون سگا گفتن بریم که گرفتیمش. خلاصه پای ما رو گاز گرفتن یا دندون گرفتن و هیچ راه یادم نمیره. ولی با همه اینها از سگ خیلی خوشم میاد، خیلی سگ رو دوست دارم، حیوان باهوشی هست. از تا اونجایی که تاریخ بوده و هست این کمک آدم‌ها بوده، این چیز بوده به اصطلاح. و اما اون دوستمون آقای افشین، من ازش خواهش کردم آقا تو رو خدا هر کی میاد یه چی میگه شما نگو آقا بیا حالا به آخوندا فوش بده. این مثل آخوندا میشه که هر کی میخواد یه حرف بزنه باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم پشکل. آقا ول کنید، امروز این آقا فوت شده، آقای آریانپور یه چیزی نوشته سربی گذاشته، شما بیا نظرتو بنویس، بنویس چون مرده اگه هرچی هم دزدی کرده باشه با خودش که نبرد که، بنویس آقا چون مرده پشت سر مرده نباید صحبت کنی. خب شما هم صحبت نکن، ولی نگوش آقا یه سربی حالا چرا از جنایتکاران نمیگویی. آقا چی بگم از جنایتکاران، چقدر ما بگیم، چقدر تلویزیون های دیگه میگن، شما چی کار کردی افشین جان، شما چی کار کردی، چرا شما ویدیو درست نمی کنی بفرستی ما نشون بدیم، از صبح تا شب بشین فوش بده به جنایتکاران، با فوش دادن جنایتکارا آدم میشه. یه دوستی برای من یه ویدیوی فرستاده بود از آقای آرش صبحانی. آرش صبحانی هم فامیل دور ما هست، هم شهری اینجا، چون اینجا که بود تو کار رادیو تلویزیون و موزیک و اینها، و یه مدت هم برنامه‌های تلویزیونی داشت، پسر جوانی هم هست و اینها، ولی برنامه‌های تلویزیونیش حقیقتا نتونست گل کنه یا بگیره. یه فیلمی راجع به این که خامنه ای راجع به زنها و دخترها که صحبت میکنه، میگه اون دختره که اینجوریه از یکی صحبت میکنه که اون هم زن هست، این همین یه تیکه اون هم زن هست رو گرفته و میگه مادر شما هم زن بود، دختر شما هم زن هست، زن شما هم زن هست، اگه زن بده اینا هم بدن. بعد یکی یکی میشموره، همه رو میشموره، فلان مسئول دولت زنه، مثلا مال کشورهای دیگه، رئیس جمهور فلان کشور زنه، همه اینا رو میشموره. این دوستم که برای من فرستاده میگم بابا جون ما اینو دیدیم، ولی مگه خامنه ای میبینه، یا اگه ببینه مگه اون یه شب آدم میشه از فردا به خانوما به زنا میگه بانوان گرامی حقشون رو رعایت میکنه، میگه حجاب اگه خواستن داشته باشن اگه نخواستن نداشته باشن؟ شما چرا زور بی خود میزنید؟ آقا یه نفر که توی تاریخ ایران هست به عنوان برادر شاه فوت شده، یه نفر که ایشون هم توی تاریخ ایران هست به عنوان کسی که به شاه گفته این کارهایی که داری میکنی غلطه، آقای تیمسار آریانپور، حالا که این فوت شده یادش اومده که این هم یکی از دلایلی بود که حکومت شاه پایین ریخت، یه خاطره رو گفته.
من و شما افشین جان که فکر میکنیم خیلی هم پیشرفته هستیم، من و شما عقب افتاده هستیم که نمیتونیم دو کلمه با هم صحبت کنیم. یکی میگه سربی کمونیسته، یکی میگه نمیدونم سربی جمهوری. احمقا بیان یه کاغذ بدین دست من ببینم من چی هستم. اینقدر بین اون نگید این کیه این چیه این چیه. همه یکی شال نوشتهش نتونستم پیدا کنم، فکر کنم همین خانم مهناز بود یا همین چی بود نمیدونم، نوشته بود که البته در یک خانواده 5 نفری همه با هم اختلاف دارن. اختلاف خوبه، بارها گفتم شما برو یه جایی این عکسای هلند رو دیدید، یه صحرای فقط گل تولیپ زرد، لاله زرد، این ورش لاله قرمزه، درسته که قشنگه، ولی به قشنگی کنار خیابون که شما رد میشین گلای وحشی هر کدومشون یه رنگیه، یکی بلنده یکی کوتاه یکی زرد یکی فلانه نیست. و هنوز انسان نتونسته یه چیز وحشی مثل طبیعت درست کنه. برای چی؟ برای که متنوع. شما این متنوع بودن رو میخواین از جامعه بگیرید. جامعه قرار نیست یک دست باشه، جامعه قرار نیست همه وایسن بگن جاوید شاه. آقا اونی که میخواد بگه جاوید شاه امروز بیاد تو این سوراخ بگه جاوید شاه، اونی هم که میخواد بگه جاوید رئیس جمهور بره اون ور. بذارید مردم آزاد باشن. چی بگم والا؟ خب حتما شما هم تو خیابون که میرید بعض وقتا دیدید یه نفر نمایش میده. من تو انگلستان بود اولین بار دیدم یه آقای نشسته یه عصایی هم دستشه ولی هیچ چیزی زیر پاش نیست، همه هم میان اینجوری دست میکشن زیر پاش اینا. خب من تا اینو نگاه کردم به خانمم گفتم که این میبینی اون پایینم یه پارچه انداخته، این یه صفحه آهنی، این میله اومده یه صفحه آهنی دیگه نشسته، اینم از این پیرنای مثل عبا پوشیده نشسته روش، هیچ نشسته روی صندلی. مردمم نمیخوام میگم مردم احمق، مردمم هی پول میریزن براش. حالا اینو با هم نگاه کنیم، جالبه. امروز که اینو دیدم یادم افتاد به اون ماجرای لندن و انگلستان که این رو اونجا شاهد بودم. خب بریم کمرای 3 با هم ببینیم کجاست. این اینه؟ بله اینه. ببینید یه آهن اینجوری درست کردن آورده ولی اون یکی که با چوب میاد اینجوری میزنه پیرن اینو میبره، فکر کنم خود اون ماجرا هم جزوی از این سناریو و فیلم بوده. قیلا نمی ترسه که بزنه تو دندهش تو استخونش فلان اینها، در صورت این ماجرا به همین سادگی بوده. ببینید اینو دیدیم، عذر میخوام ازتون اگه صدای یه دفعه باز شد، این فیلم ها هر کدومش یه صدای مخصوص خودشو داره. فیلم بچه ها و سگ ها پیدا شد بهتون نشون دادم. بله یه جوکی برای من یه دوستی فرستاد بود، قبلا هم اینو خوندم ولی جا داره بازم بگیم. میگن که یک راننده‌ای داشت میرفت دید خیابون خیلی شلوغه، از یکی از اینا که وایساده بود سوال کرد چه خبره؟ گفت اون جلو یه نفر یک آخوندی رو گروگان گرفته و به مردم گفته یا اینقدر پول بیارین یا بنزین میریزم روی این آتیشش میزنم. بعد این آقا گفت که مردم حالا دارن کمک میکنن؟ گفت بله، یه نفر 1 لیتر بنزین، یه نفر 2 لیتر بنزین، بعضی هم کارت سوختشون رو دارن میدن، یعنی به جایی که پول بدن آخونده رو آزاد کنن دارن بنزین میارن که این زودتر آتیش بزنه. اینم جوکای ایرانه که مردم از ناراحتیشون جوک میگن. نترسید، بذارید جوک بگن، بذارید راجب شاه جوک بگن، بذارید راجب هیتلر جوک بگن، بذارید راجب خمینی جوک بگن. این آخونده یکی از دلایلی که حکومتشون پایدار یعنی دوام آورده اینه که مردم میتونن حرف بزنن. شاعر شعرشو میگه، نمیدونه آقای فلانی میاد ایراد میگیره، آقای کیه؟ نوریزاد. اینه که اینا زبلتر از شاه هستن. طرف نوشته که آقای شاه خیلی نمیدونم خیلی راستگو بود، در سال فلان گفت 1979 دیگه بنزین بهتون نمیدم. گفتم آقا چرا میگی راستگو بود؟ بگو سیاستمدار نبود، همچین کسی نباید در رأس سیاست باشه. حالا آخونده چی میگه؟ میگه ما تا حالا چندین بار سیلوهای گندممون خالی شده ولی اگر به مردم گفته بودیم قحطی میشد، هیچی نگفتیم، گندم‌ها رو وارد کردیم، خریدیم، گذاشتیم که اصلا نفهمن. به این میگن سیاست. البته میدونید شیطون گفت من 2 روز آمریکا هستم، 2 روز انگلستان، میام اینجا درس میدم، میرم اونجا درس میدم.
گفتن اه هفته 4 روز کار میکنی؟ گفت نه آقا هفته 3 روز میرم قم یا میرم ایران، حالا دیگه از آخوندا پدر سوختگی یاد میگیرم. حالا افشین جان شما روزی 7 دقیقه بشین تمام جنایات این آخوندا رو که نه من میدونم تا امروز نه شما میدونی به مردم بگو. قول میدم یه هفته که این کار رو کنی مردم میگن این جوون دیوونه شده. خب همه اینا رو که ما میدونیم چه باید کرد، پاسخ چه باید کرد رو هنوز ما نداریم. امیدوارم با برنامه‌هایی که این دوست ما از خلیج فارس ارسال میکنه این چه باید کرد رو بتونیم پیدا کنیم. حدود 15 دقیقه الان برنامه سومشون هست با آدیو میفرستن، این یک. اونور آقای مهندس سهراب چمنارا از روز جمعه تا حالا ویدیوشو پخش کردم روی فیسبوک هست، روی بالاترین هست، یه مصاحبه کردم با خانم نورشید توی یه رادیویی. من میدونید با آقای چمنارا از خیلی لحاظ مخالفم، اون چیزایی که ایشون باور داره من میگم نه خیر این درست نیست و اینها، ولی برای ایشون احترام خاصی قائلم چون خیلی آدم خوب و انسان شریفی است. ولی به نظر من آقای چمنارا داره وقتش رو تلف میکنه با یه رادیویی مثل این رادیوی این خانم توی ترکیه نشسته و اولا هرچی آقای چمنارا میگه اون حرف خودش رو میزنه. اون خانم نمیدونه آقای چمنارا، شما، آقای سوربی، من، ما هم همه طرفدار پادشاهی بودیم، طرفدار پهلوی بودیم، بعد دیدیم کار نمیکنه. اون هنوز میخواد آقای چمنارا رو بچرخونه، ایشون هم وایسه مثل آقاسی دستمال بگیره دستش بگه جاوید شاه جاوید شاه. برنامه آقای چمنارا بعد از برنامه خودم امروز تا هر ساعتی دوام بیارم بعدش پخش میشه، ولی در برنامه خودم اون نوار سوم دوستمون رو براتون پخش میکنم که در رابطه با مغز و اینها صحبت کرده اند. خیلی ممنون از شما. بذارید من این تلگرام رو ببندم و یه خبر خوب دارم. به زودی یکی از دوستان جوان که به اصطلاح مسئولیت این کار کامپیوتر و اینها رو در دست گرفته اصلا شکل و شمایل این تلویزیون مردم رو عوض میکنه و خودش هم از من خواسته که از جوونا دعوت کنم. گفتم من چرا دعوت کنم، خودت بیا دعوت کن، جوونا بیان برنامه بذارن و به قول مردم بذاریم تلویزیون جوان مردم یا تلویزیون یا جوان مردم تیوی هرچی. در صورت میگه که سوربی جان thanks for checking I have been well for ages بله and hopeless doctor and no dinosaurs yet I'm heartless. بله این دوستمون ازش احوال پرسیدم گفتم مدت زیادی ازت خبر ندارم، ایشون نوشتن که خوب هستم و به اصطلاح تشکر کردم. منم ممنونم دوست گرامی. فرض میکنیم این ادعا 100% درست و همراه با حقیقت باشد، شیخ نشین های یک وجبی نیز با درآمد نفت توانستن آسمان خراش در مدت کوتاه کمتر از نیم قرن بسازن. آیا با ساختن آسمان خراش و خریداری اتومبیل های گران قیمت و پوشیدن لباس های آلامود روز شهروندان این شیخ نشین ها متمدن شده هم؟ ببخشید خر همان خر است ولی پالانش عوض شده است. کشور ایران شهروندان به اصطلاح درس خونده و فرنگ رفتهش در 400 500 سال گذشته چه ابتکاری از لحاظ صنعت کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و و به جهان عرضه کردند جز آن که لقب مثلث شیطانی و تربیت. این مثلث شیطانی نیست، محوره. وقتی که میگن axis of evil مثلث شیطانی نیست، فکر کنم میشه محور شیطانی، و تربیت و بکارگیری و پشتیبانی تروریست را به خود اختصاص دادن و ایرانی را منفور همه مردم جهان کردن. حالا اینجا نوشته که چرا این را آقای آریانپور گفته، برای که یه دوستی برای فرستاده که با شکوه تمدن با گزارش ویدیویی از نمایش در آلمان در شهر بن آلمان گنجینه از تمدن ایران باستان به نمایش در آمده است. برخی از این آثار باستانی متعلق به 9000 سال پیش هستند و برای اولین بار خارج از ایران به نمایش در آمده. یک کشوری هست بین اسپانیا و یه جای دیگه اگه اشتباه نکنم میگه 25000 سال ما تاریخ داریم، زبان خودشون رو دارن، اصلا زبانشون تحت تأثیر زبان اروپا عوض نشده،
خب که چی؟ گیرم پدر تو بود فاضل رو درست برای همینا نوشتن. 9000 سال، 5000 سال، 7000 سال، 2500 سال، امروز چی هستی؟ فردا چه باید کرد؟ خب بریم سراغ اونایی که گذاشتیم براتون توی قسمت فولدر توی تنور که حاضر بشه. اجازه بدید بعد از 1 ساعت و 13 دقیقه صحبت کردن من پیام این دوستمون رو براتون پخش کنم. و کجا گذاشتم؟ من از این دوستم یه نامه که میاد میذارم توی فولدر فردا، ولی بعد نامه های دیگه میاد و ویدیوهای جالب، هی میگم اینم جالبه، اینم جالبه، اینم جالبه، اونم میذارم، اون اصلی فراموش میشه و یادم میره. ایشون نوشتن نظرت رو از نظرت من رو محروم نکن. بعد نوشتن که نظر دوستان بیننده و شنونده رو هم جویا بشین. بذارید من این رو براتون باز کنم پخش بشه با هم بشنویم. حالا سیوش هم بکنیم بد نیست. خب بشنویم این دوستمون رو. درباره عقل، این برنامه سوم هست، برنامه عقل بشر قسمت سوم. با درودی صمیمی بخش سوم گفتار عقل بشر را تقدیم حضورتان می کنم. در بخش اول درباره انسان و حدود اختیاراتش و در بخش دوم درباره ساخت مغز سخن گفتم. در این بخش اجازه دهید به موضوع آغاز تاریخ دریافت معیارهای سنجش و درجه بندی اصول اجتماعی و اقتصادی در مغز گفتاری داشته باشیم. مغز انسان هنگام تولد خالی از هر گونه علم و دانش است، درست مانند یک مغز کامپیوتر و یا لپتاپ نو. این پدر و مادر و خانواده و اجتماع و موضوعهای آموزش هستند که مغز فرد را با اطلاعات و معیارهایی که خود شخص در انتخاب آن آزاد نیست پر می کنند و با گذشت زمان در مغز پایه‌ای می سازد محدود برای دانش، تشخیص امور و درجه بندی مسائل مختلف و قبول و رد آنها. به همین علت است که تفاوت‌ها و معیارهای ثابت و غیر قابل تغییر از یک نسل به نسل بعدی منتقل می‌شوند بدون آنکه مغز تشخیص دهد مسائل اجتماعی و عقیده‌ای و رفتار در جاهای مختلف ساخت و بافت دیگری دارند. کافر همه را به کیش خود پندارد. همه پاکی و نیکویی اندیشه‌هایشان را در فرهنگ عموم تصور می‌کنند. اگر ما در محیطی دیگر به دنیا آمده و پرورش نموده بودیم با معیارهای اخلاقی و اجتماعی دگرگونه و با تعصب به مسائل مختلف که در مغز کاشته میشد بار آمده و از آنها دست نکشیده و همه را ضروری و بخشی از شخصیت ملی و شخصی خیش میشمردیم، به علت ذخیره معیارها و اطلاعات یعنی ترازوی عقل در هنگام کودکی و جوانی و حتی مرحله های بعدی مغز با پایبندی به آن غیر قابل تغییرش می داند. کسانی که در مراحل بعدی گونه دیگر می اندیشند و تغییر می کنند و به گفته برعکس جریان آب شنا می کنند بسیار کم می باشند. تغییر این اقلیت دلیلی بر انتخاب بهتر نیست، فقط تغییری است به سبب امکانات و تأثیرهای مسائل و آنگاه عکس العمل انباری شده مغز هنگام آشنایی به مسائلی دیگر و مختلف. برای اینکه این نکات در هم و بر هم در ذهن شما بماند یک گفتگوی حقیقی و کوتاهی را به عرضتان میرسانم. در کلاس درس عقیده اسلام برای آموزگاران و دبیران که بعد از انقلاب به جریان افتاده بود، آموزگاری از استاد که البته آخوند و فارغ التحصیل قم و یا مشهد بود میپرسد یک سرخپوست که 500 سال پیش در آمریکا مرده به بهشت میرود یا جهنم؟ استاد در جواب میگوید البته به جهنم. سوال کننده با تعجب میگوید اما این شخص در قاره دور و جایی به دنیا آمده و میزیست که دینی در آن نبود، چگونه با فرستادنش به جهنم میتوان عدالت خدا را تفسیر کرد؟ استاد آخوند پاسخ میدهد او میبایست میرفت و بررسی میکرد تا بودن دین را بداند، بعد کدامش صحیح و درست است وانگاه به آن ایمان میآورد. منطقی بسیار عالی و باور کننده به نرخ روز. حال این آخوند به ما نمیگوید که آیا خودش این کار را کرده است؟
چگونه به برتری اسلام و مذهب شیعه با تحقیق دست یافته؟ اگر پدر و مادرش و اجتماعش این عقیده را به مغزش نمی ریختند، آیا او یک مسلمان ناب شیعه بود؟ به که اجازه انتخاب داده اند و پرسیده اند چه دینی را می خواهی انتخاب کنی؟ یا فرصت دانش و معرفت همه دینها را در اختیارمون قرار داده اند آزادانه انتخاب کنی و پس از استفاده از آن آزادی به آیینی دیگر بگرایی که از طرف نزدیکان و طبقه حکمران کافر و بیدین یا مرتد شناخته نشوی؟ اگر هم فرصت بررسی داشتیم، با چه تضمینی دین پدران را بهتر یافته و آن را انتخاب میکردیم؟ از نخستین روز مغز انسان این طور پر شده و عموماً همین طور هم باقی خواهد ماند. تا حال میبینیم که همه ملاهای دینهای گوناگون برای عقیده و مذهب خود تبلیغ میکنند و آن را بهترین و صحیحترین جهت عاقبت به خیری میدانند. عقیده معنوی بر این کره چون یک مسئله اساسی گریبانگیر همه شده. جهت آشنایی به اهمیت عقیده در مغز انسان که شکل شایعش همین دین می باشد با هم به راهگذار تاریخ می روید. یاد داشته باشید که عقیده های دیگر در تاریخ بشریت پیدا شده که همه هدف مؤسس عقیده و بعد از او حکمران را در تسلط بر مغز انسان هدف قرار دادند. عقیده های سیاسی و دور از دین مانند همه معیارها در مغز انسان فرو می رود و همون نتیجه را برای حکمران به بار می آورد. بعد از شنیدن این تاریخ امیدوارم قانع شدید که در مغز انسان در دوران این تاریخ دراز تغییری پیدا نشده. در مغز که گویی از سنگ است نگارش کردند انسان به شکلی دنیا آمده که مغزش این طور بیندیشد و فقط تراوشی را کند که گذشتگان خواستارش بودند و میباید مطابق میل حکمران زمان باشد. در مصر مردم با افتخار میگویند مصر ام دنیا، یعنی مصر مادر دنیاست. این عبارت از همه جهت صحیح است. تاریخ تحقیق شده و کشفهای آثار این حقیقت را ثابت میکند. مصر تاریخ 13 تا 14 هزار سال و طولانی تر از تمام ملتها دارد. جهت اداره آن کشور انسانهای روز اول اصولی بنیان نهادند و پافشاری بر اجرایش انسان را در دام حکمران انداختند و مغزش را محدود و خارج از کنترلشان نمودند. نظام و قانون را در زمانی ساختند که اجتماعهای دیگر وجود نداشتند و انسان از درک زندگی و آمدن و رفتن دانشی نداشت و هدفش محدود و در امرار معاش، دوری از خطر و ساخت روپوش و سقف پناهندگی از باد و آفتاب خلاصه می شد. مصر کشوری حاصل خیز است. رودی عظیم برعکس اغلب رودهای جهان از جنوب در مرکز آفریقا به طرف شمال آن جریان دارد. آفریقایی ها از جنوب مهاجرت کردند. در کنار رودی که بعدها نیل نام گرفت اقامت گزیدند. نامی از نیلوس یونانی که در تفسیر معنی و اصلش اختلاف است. در این سرزمین و دلتای شمالش به کشاورزی و دامداری مشغول شدند. گروه مهاجر از آسیای میانه به علت تغییر هوا و سرما به مصر مهاجرت کردند. اینان سفیدپوست بودند. آفریقایی ها از دیدنشان شگفت زده شدند. سفیدپوستان از این عکس العمل سیاهان سوء استفاده کرده اساس تبعیض نژادی و برتری رنگ پوستشان را بنیان نهادند. خوب می‌دانید که این معیار بردگی گرفتن از صاحب پوست‌های رنگ‌های دیگر تا کنون مورد استفاده است. سفیدها پس از تسلط فیزیکی بر بومی‌های مصر که هیچ تنظیم گروهی نداشتند، به آنها فهماندند که آفریده‌هایی برتر هستند و در مغز عموم این معیار را کاشتند و برای خود طبقه و مقامی دیگر بنیان نمودند. هر کس بر سر قدرت آید خود را بالاتر، بهتر و کاردانتر از دیگران قلمداد و مردم معرفی می کند. در مصر به جهت گله کردن سیاهان سیستم تسلط بر عموم را تأسیس کردند که به شکل دولتداری و یا اداره دولت پا گرفت. این سیستم بر دو پای استوار شده. نیروی اول فیزیکی و همین سپاه و زور بازویش بود که می تواند با صلاحیت های بی پایان
و بدون ترس از حساب و کتاب مردم را به اطاعت وادارد، چون این پایه برای رام کردن گله کافی نبود و هنگام دور بودن از نظر سپاهیان سرپیچی می کردن و غیر مطیع می شدن، پایه دوم را پیریختن. این نیروی عقیده بود، یعنی با ارتش بر بدن و با عقیده بر مغزهای مردم مسلط و آنان را گلوار حکم کردن. از آن روز تا کنون این دو نیرو ضامن استواری حکمران هستند. هیچ رژیمی بدون این دو نیرو نتوانسته بر سر کار بیاید، ادامه دهد و یا باقی بماند. تصادفی و بدون طرح از پیش نیست که در تمام دوران تاریخ وابستگان به این دو نیرو مشخص بوده و ظاهری مختلف با دیگر عموم داشتند. این دو گروه یونیفرم یا لباس یک طرز بر تن می کنند و با لباس و سرپوش و ظاهری متفاوت در تمام اجتماعهای انسانی مشخص هستند. لباس هایی که با زور قانون و فرو کردن معیار مشخصش به مغزها هنگام ملاقاتشان موجب ترس و تظاهر به آرامی و نیکی و تغییر در رفتار و گفتار بینندشان را موجب می شود و سرپیچی از دستوراتشان مجازات دنیا و آخرت را در پی دارد. در نقش‌های دیوارهای سنگی باستانی مصر می‌بینیم که سربازان عموماً لخت هستند، اما سرپوشی بر سر می‌کنند که بیش از نیم متر ارتفاع دارد. این سبک لباس نظامیان و موبدان تا حال همین طور است. اخیراً برخی دین‌ها مانند کشیش‌های مسیحی ریشه‌شان را می‌تراشند. ریشه بلند حجم صورت را بزرگتر از حجم طبیعی نشان و درون انسانی که مغزش در محیط این اندیشه رشد کرده ترس و وحشت ایجاد می کند. بر سر نهادن کلاه و عمامه و هر سرپوش دیگر به اضافه ریش بلند بر حجم سر افزوده و بیننده را ضعیف و سست می کند. به انسان هنگام روبرو شدن با آن ظاهر احساس بی‌لیاقتی و عدم قدرت در برابری می دهد. لباسشان که عموماً عبا و قبای بلند با رنگهای تیره است، در نظر بیننده این وحشت را به بالاترین درجه ممکن میرساند. برای که به این حقیقت پی ببرید، یک رابای یا کشیش و یا ملا را بدون ریش و سرپوش و قبا و عبا در نظر مجسم کنید. یک انسان معمولی خواهد بود و دیدنش موجب ترس و احترامی نخواهد شد که در معیار رفتار عموم منتشر گشته. با دانستن این حقیقت، از تأثیر شکل و لباس در مغز انسانی که مغزش بدون دخالت خودش معیار اندوخته در ساخت فیلم های هولیوود استفاده می شود و رهبران مافیا را با پالتو و یا شنل تیره رنگ بر روی پرده می آورند. رضا شاه یک نمونه است که با قد بلند و شنل خود در دلها ترس می کاشت و با تمام بیدانشی بر تمام اندیشمندان زمان خیش مسلط بود. همه آن بزرگان با آن همه خرد و دانش و تحصیل در خارج قادر نبودند در برابر آن میر پنج بی ثبات سر بلند کنند. همه کسانی که در اثر کودتا و انقلاب به سر کار می آیند کم و بیش از همین نمونه هستند. اطرافیان رضا شاه اشتباه نکرده بودند. مانند ما انسانهایی معمولی بودند که مغزشان بدون اختیار خیش و معیارهای گل صفتی پر شده و از چارچوب اختیارشان خارج بود و با تصور ناتوانی که در مغزشان یخ بسته بود، قدرت چاره‌یابی به مغزشان نمی رسید. همینطور می توان گفت که تسلط از پیش انبار شده آخوندها بر مغزها و از خردسالی چریدن در دشت بردگی، کار آنان را جهت رسیدن به قدرت و حکمرانی مغزهایی که در اختیار صاحبانش نیست آسان نمود. هرچند که بالاترین مدرک‌های تحصیلی را از بهترین دانشگاه‌های دنیا کسب کرده و ادعای معرفت و دانش و داشتن علوم تاریخ و مبارزه طولانی ملی بودند. در گفتارهای آینده این نکات را بیشتر تجزیه و شرح خواهم داشت. با ما باشید و برایتان تندرستی و موفقیت آرزو می‌کنم. ممنونم از شما. چون نظر من رو پرسیده بودید، قبلا هم گفتم این نوع به اصطلاح صحبت ها چون پشتش یه تحقیقی بوده و
وقت گذاشتید آدم رو به فکر کردن به اصطلاح مجبور میکنه یا وامی داره و من از این بابت بسیار خوشحالم. ولی چون به اصطلاح من تحقیقی در این مورد نکردم که بیام وایسم اگر شما یه جایی یه چیزی رو میگی قبول نداشته باشم و اینها، چیزی نیست که من باهاتون به اصطلاح بحث کنم، ولی موضوعهای خوبی رو میگید و من هم گوش میدم و یاد میگیرم و سعی میکنم در موردشون فکر کنم. دوستان نظر شما درباره گفته های این دوستمون چی هست راجع به مرز، راجع به اینکه ما چون توی جایی توی خونه ای توی محل جغرافیایی دنیا اومدیم به اصطلاح لزومن اون دین رو گرفتیم و الی آخر، و باز هم راجع به این لباس هایی که قلدرها دیکتاتورها میپوشن و هنوزم ادامه داره. شما حتی انگلستان این آقای فیلیپ که حالا بازنشسته شده نگاه کنید، میشینه بغل دست این خانم کوین یا ملکه انگلستان، یا از این کلاهی که اصلا آدم فکر کنه یه بره یا یه خرسی رو رو سرش گذاشتن، و همش هم اینا میگن خب تردیشنه، تردیشن همون رسم و رسوم میشه. این رسم و رسوم ها همش ریشه در ترسوندن مردم داره که اینا یکی یکی هر کدومش ابزاری باشه، اینکه همیشه شمشیر قد کمرشون بوده. برای چی؟ سلام صبحگاهی با شمشیر میاد، نمیدونم فلان تولد فلان با شمشیر میاد، اینی که تو شمشیر نداری من شمشیر دارم، همیشه میخوان یه جوری برتری. کلاها الان تو ایران نگاه کنی دیگه نقاباش اومده میخوره تو صورت روبرویی. خیلی ممنونم از شما و همین دوستمون ویدیو یا فیلمای زیادی فرستادن که اونها رو هم نشون میدیم، بعد میریم سراغ برنامه آقای سهراب چمنارا که از جمعه تا امروز هم براتون پخش کردم، روی بالاترین هم هست، روی فیسبوک مردم تیوی هست، روی فیسبوک خودشون هم هست. و اما بحران آب در ایران، دوستمون مینا خانم لطف کردن یک مقاله رو فرستادن مال تهران تایمز، و چون به انگلیسی بود و حالا من حوصله به انگلیسی بخونم و برای شما ترجمه کنم اینها، وقتی که اسم اون گوینده رو یا نویسنده رو به اصطلاح گوگل کردم و پیدا کردم، دیدم یک دکتر جوانی هست به نام آقای مدنی و از ایشون دعوت کردم که بیان در رابطه با کمبود آب، که حتی میگن این جنگ، اصلا اسم برنامه‌شون رو گذاشتن جنگ آب و باور دارن که این جنگ آب توی قرن 21 الان باعث شده که طرف کشاورز آب نداره، کشاورزی رو ول میکنه میاد شهر، میبینه اونجا نمیتونه زندگی کنه، میره به آیسیس و اینها میپیونده و جنگ و کشت و کشتارهای دنیا. درستان ممنونم از مینا خانم عزیز، ولی یه عکسی رو ایشون فرستاده که اون رو با هم ببینیم. یه ویدیویی هم در رابطه با همین جنگ آب هست که اون رو هم ضبط کردم قبل از برنامه براتون، بعد از برنامه خودم نشون میدم. ضمناً یک ویدیویی رو به خاطر بزرگداشت دکتر مرداد مشایخی نشون میدم که ایشون 6 سال قبل فوت شده ولی گفته‌هاش هنوزم توی این روزها ما داریم میبینیم و حس میکنیم. شما هم اگر از کسی برنامه‌ای رو میبینید و دوست دارید اون رو برای ما بفرستید، اون رو هم نشون میدیم. ولی بذارید قبل از هر چیز من این عکس زیبایی رو که خانم مینا فرستاده به شما هم نشون بدم. و نوشتن که بعضی وقتا خوبه به جای گوگل بعضی سوالا رو از پدر و مادرمون بپرسیم، یادشون بیاریم که از یاد ما نرفتن. یه روز قوی ترین موتور جستجوی زندگیمون بودن. خیلی قشنگه. من نوشتم که اینا گوگل نیستن. این دوتا رو بهتون نشون میدم. بله اجازه بدید بیاییم اینجا سلیکت ایریا. بله این گوگل، بعضیا گوگل هم میگن. ما گفتم اینا گلگل هستن، این ور گل اون ور گل، با چه عشق و علاقه نشستن پای سماور و کیف میکنن. بله امیدوارم این دلیلی باشه که هر کدومتون مدتی زنگ نزدید، تماس نگرفتید، نامه ننوشتید، نامه بنویسید و تماس بگیرید با پدر مادر. ممنونم از مینا خانم عزیز. و بله اینها گوگل نیستن ولی گلگل هستن. خب بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم اینجا در برنامه امروز. ساعت 3:33 دقیقه است به وقت نیویورک
و من سعی میکنم تا 4 باهاتون باشم، بعد ساعت 4 آقای سهراب چمنارا و اون مسابقه کردن با رادیو جوانان امروز. و اما اسراف در عربستان، ایشون نوشته که یکی از پدیده‌های اجتماعی در کشورهای عربی اسراف است. آنان این ولخرجی را افتخار می‌دانند. در قرآن دو گروه خیلی بد ذکر شدند، یکی مصرفین یعنی اسراف کننده که برادر شیطان معرف شدند، و دیگری منافقین، هرگز نمازخوان و روزگیر به مانند دو گروه ذکر شده نام بد داده نشده. روزه نگیر منظورتونه شما نوشته، هرگز اونی که نماز نمیخونه و روزه نمیگیره به مانند این دو گروه نام بد داده نشده، اما عادت اجتماعی بر هر آموزشی غلبه میکند. این در حالی است که هزاران خانواده در همین کشورها با شکم خالی شبها سر بر بالش میگذارند. ببینیم با هم این فیلم رو، و بله اینجا هم خیلی زیاد هست، الان تو ایرانی ها هم متاسفانه رواج پیدا کرده، تو مراسم عروسی، تو مهمونی ها و اینها، اگر 20 تا مهمون هست حد 50 نفر خوراک درست میکنن، دورریز میشه و چه باید کرد من جوابی برایش ندارم. ولی این فیلم رو ببینیم که اسراف چگونه اینجا داره انجام میشه. دوباره از همون فیلمایی که با تلفن گرفتن، و ای کاش این تلفن‌های روزی اگر شما دور تلفنت رو افقی نگیری اینم فیلم برداری نکنه، ولی فعلا تا اون روز. این یک کامیون یا عقب یه ماشینی رو نشون میده که بعد از مهمونی اومدن دارن ظرفا و اینا رو میبرن، و توی این مهمونی عربی به جای بشقاب سینی برای هر یه نفر تو سینی خوراک گذاشتن، و ببینید که حالا چجوری اضافه این خوراک ها رو دارن میریزن و ببرن. طبعا این کانونی کیترینگه که آمدن خوراک و اینا رو گذاشتن، حالا کارگرها دارن اضافی هاشو میبرن، و میبینید این تو مجلسه که برای هر یه نفر یه سینی بوده. زوال النعمة إلا أن يشاء الله ويرحمنا برحمته. أصل إنها مع الإسراف ويادم أن أول الملاك رنج شده بود و چیزها کوپنی بود و اینها، توی تلویزیون هی توی مغز مردم میکردن که کلو و اشربو و لا تصرفو یا ولا تصرفو، یه همین چیزی، یعنی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. خب ببینیم این چیه، اجازه بدید نوشته. نوشته بریم شیراز. باشه بریم شیراز، و میدونید که تو خیلی جا ما رو با عربا اشتباه میکنن میگیرن، و به ما هم میگن کمل جاگی. کمل جاگی کسایی که این سوار اسب و اینها میشن به اونا میگن کمل جاگی، و این یک شتر رو، نه شتر یا اولا رو نمیدونم، دارم هوای اولا رو دارم، هوای سرحد و شیراز و دایارم، قربون قد حسن و جمالت، اگرم بکشش خونم حلالت، رفتم خبریش از لار بارم، جفتی گوهر از دریا بایاره. الاغ سواری بود، من فکر کردم شطره، اون عکس اولش رو که دیدم. خب و اما بازی صورتت سیاه، این رو هم ببینیم، بعد من یه چیزی هم براتون تعریف کنم راجع به این بازی صورتت سیاه. کپچر سیلکت ایریا، اینم یه نوع بازی دیگه.
مواد سیاه چی بود اونجا؟ خاک زغاله چیه؟ برای بچه ها و اینا خطرناک نباشه. در اصل هر جای دنیا بستگی به اون وسیله‌ای که دارن بچه ها برای خودشون یه بازی درست میکنن. ولی یادمه توی سربازی بعضی وقتا شبا میرفتیم خونه همدیگه و اینا، یه دفعه یکی یه بازی گفت این کار میکنیم، هر کی برد اینجوری میکنه، بعد میزنه به این و اینا، خودش کلک یه واکس مشکی دیگه، در دوره سربازی همه پوتین و واکس اینا داریم، خودش اینو گذاشته بود و وقتی که چیز میکرد دست میزد تو این، میمالید به صورت بچه ها، بعد که نگاه کردید این صورت همه سیاه شده و دیگه مایه خنده و اینها. خب ببینیم که این چیه. و اما دوستان، من یه چیزی میگم، میخوام متوجه بشین من چی میگم. من کاری به این خانم که گریه میکنه یا کاری به اون آقایی که نتونست برای بچهش دو چرخ بخره و اینها ندارم، قلب آدم میشکنه، ولی میخوام یه چیز بگم ببینم شما هم با من هم عقیده هستید یا نیستید. اولا اجازه بدید از این دوستی که این کارت زیبا رو برای من کلش افتاد کجا رفت، یه 20 دلاری کانادا هم داخلش بود که افتاد، دوستی که لطف کرده و این کارت رو برای من فرستاده تشکر میکنم. بعد برای من نوشتن که اون نوشته رو معلولین نوشتن، من هرچی نگاه کردم دیدم نوشته ای نیست، حالا یا ایشون اشتباه نوشته یا من اشتباه خوندم، چون بعضی وقتا تو این تلفن کوچولو من نمیتونم درست بخونم. بعد گفتم تو این کارت نوشته ای نبود به جز نوشته خود شما که لطف داشتید و اینها. ایشون نوشت که نقاشی رو معلولین انجام دادن. ببینید چقدر قشنگ این نقاشی، حالا نمیدونم به همین زیبایی هم توی تلویزیون ها و شما کامپیوتر شما پیدا میشه یا نه. و من بعضی وقتا که مثلا میبینم یه نفر معلول نقاشی میکنه، یه نفر معلول موزیک میزنه، یا تو مسابقه شرکت میکنه برنده میشه، به دوستان میگم بابا من حالا فهمیدم ما چرا نقاش خوبی نشدیم، مثلا چون دوتا دست داریم، دوتا پا رو داریم اینها. ولی اونها واقعا خیلی هم زحمت میکشن تو زندگیشون، بعضی هاشون هم واقعا هنرمندن معلولی. این دوست من نوشته که من گریستم، یعنی این ویدیو رو که ایشون دیده اشکش در اومده، منم وقتی این ویدیو رو دیدم اشکم در اومد. ولی اول ویدیو دقت کنید ببینید این آقا که به این خانم میگه من دارم ازتون فیلم میگیرم، این خانمه چی میگه؟ من اشتباه میکنم یا واقعا همینو میگه؟ ببینیم با هم. اجازه بدید من کامپیوتر و تلویزیون و دوربین همه رو عوض کنم، دیگه نمیدونم کجا هستم. بله این اینجا، اجازه بدید که select area، ای به چشم میایم تا اینجا کامرای 3. خب حالا میریم شما به دقت گوش کنید ببینید این خانم چی میگه. سلام خانم. سلام. با اجازهتون دارم فیلمتون رو میگیرم. خدا من مشکلی که نداره. چی میگه؟ میگه با اجازهتون دارم فیلمتون رو میگیرم. خانم میگه خدا مرگت بده. چی میگه؟ من متوجه نمیشم. اکسکیوز می، ببخشید. میگیرم. خدا من مشکلی که نداره. خدا من چی نوشتید؟ متشکرم. چی نوشتم آقای روحانی؟ کاش کمی عاطفه داشتی، مردم بیکار و گرسنه و سریعت رو درک میکردی. خیلی مردم گرفتارم، خیلی گرفتار، همه بیکار شدن. اون بالا نشستید در رست حکومت، آخه وجدانت کجا رفت؟ 4 تا رأی مردم رو جمع کردی فقط برای اینکه جیب خودت و وزرات رو پر کنی و اطرافیانت رو. به قرآن حیای هم حدی داره، و ابا عمامه اون لباس پیغمبر بود به تن تو، چرا خجالت از اون لباست نکشیدی؟ این انقلاب پرخون هزاران هزار جوون آرزومندی که رفت از زیر خاکا به سمر نشسته. ایشالله که خدا دولت اصلح روزی این مملکت بکنه، چون مردم لیاقتشون خیلی زیاده به خدا.
انشاءالله ما التماس دعا داریم الهی مردم آگاهانه رأی بدن واقعا با پشتان برن جلو رأی بدن بی تفاوت رأی ندن همینطور یک رأی که میندازن این رأی سرنوشت بچه هاشون ذریهشون نسل در نسلشون اینا همه رو تأمین میکنه کاش بفهمیم اون یک رأی ما چقدر ارزش داره خدا یا فرج مهدی رو برسیم اولا خیلی جالب بود که اسم این ویدیو یا هر کسی که چی بود صدای مردم بود و افشاگری و اینها ولی این خانمه بازم میگه که برید رأی بدید خب خانم 6 نفر هستن این 6 نفر که همشون همینا هستن به کی بریم رأی بدیم یا به کی برن رأی بدن در اصل امیدواریم که آقای روحانی یا دیگران صدای اینها رو بشنوند و قبل از اینکه دیر بشه کاری انجام بدن ولی یکی از معایب دیکتاتورها اینه که میبینن چه به سر دیکتاتور قبلی اومد میبینن چه به سر دیکتاتور بغلی اومد میبینن چه به سر دیکتاتور این بری اومد پن نمیگیرن خب این یکی هم باز یکی دیگه از اوناست که میگه اشکم در آمد و ببینیم که این آقا چی میگه حتما شما هم دیدید چون این به تعداد خیلی زیادی همه جا من دیدم که پخش شده چند روزم هست و همه هم میبینیم و پخش میکنیم امیدوارم که یکی پیدا بشه یه دوچرخه برای بچه این آقا بخره ولی خود من با این آقا مشکل دارم حالا بهتونم میگم چه مشکل من الان 3 سالی به بچه‌م گل دادم برای دوچرخه میخرم تو قبول بشی من میخرم درکو شدم 3 سال میگه بابا کار میکنه میگم تو برو دعا کن بیتن میگه بابا من همیشه بینم جلو مسجد اذان میگه من دعا میکنم هر شرمندیم نیست همه من اینجوریم نه من چیزی نمیخوایم که کار بکنیم کار کنیم ما نابود شدیم زیر پا ما آه میکشیم پیغمبر فرمودی زحمت بکش آه نکش مرد مگه گریه میکنه من تو این همه همشهر من گریه میکنم من 7-8 سال لباس نو نپوشیدم خدا خود شاهده بله خب بچه این چیزا رو نمیفهمه که اون روز دیگه گفت من خودم زنگ زدم به مادرم گفت به مرتضی من صحبت کنم خب مرتضی گر کرده میگه بابا دروغگویه 3 سال به من گل داده که تو چرخه نمیکنه نمیدونم دولتی که بده دولتی که دزده ما هم انتظار داریم برامون کار پیدا کنه خب ما که میبینیم درآمد نداریم نباید به بچه‌مون قول بدیم یا اگه قول دادیم یه سازمانایی باشه کسی که بابا 62 میلیون دلار سال 1979 ریخته به حسابش نمیدونم چقدر میلیارد دلار توی تراستش هست دوچرخه برای این بخره ماشین برای اون بخره کار برای اون پیدا کنه و الی آخر این هم از این خب صحبت های دوستمون رو درباره عقل شنیدید نظر شما در اون مورد چیه و اما من به یکی از دوستان جوان قول دادم که امروز درباره ازدواج چند دقیقه صحبت کنم چون ایشون گفته بود که آخه اینجوری نوشته بود من میخوام ازدواج کنم و میخوام برگردم ایران من براش نوشتم مگر دیوانه شدی ولی این نه دوتا موضوع بود گفت اتفاقا همه اینایی که از من مسنترن همینو گفتن من گفتم آقا من اشتباه کردم من منظورم به ایران رفتن بود و ازدواج که خوبه خود بنده 40 سال ازدواج کردم و به دیگرانم پیشنهاد میکنم و اونایی که هی میگن ازدواج نکن ازدواج نکن تو بهشون بگو که آقا اگه ازدواج اینقدر بده چرا طلاق نمیگیری گفت اتفاقا بهشون میگم یکی میگه به خاطر بچه هن یکی میگه حالا دیگه جلو مردم گفتن دروغ میگن اینا کسایی هن که میخوان هم از کا بخورن هم از آخور و به همین خاطر ناراحتن که و بهش گفتن نصیحت هن که من به شما میکنم اگه ازدواج کردی کامپرمایز کتابی ها کتابی ها کتابی ها تا زندگی خوبی داشته باشی سلام جناب سوری متاسفات نه اینترنت من امشب بازی در آورد صدا که نداره تصویرم یک خط در میان داره آقای فری عزیز فریدون نمیدونم شما بودی یا یکی دیگه هم دفعه قبل گفت تصویر سیاه ببین دوست عزیز در یه ساعتی از شبان روز بستگی به جایی که شما دارید ممکن اینترنتتون ضعیف باشه یک
کامپیوتر یا اینترنتتون یا تلفنتون ممکنه همه اینا روی وای فای باشه. دو، بعد همینه دیگه، ما اون کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اینترنت خودمون رو قوی کنیم، سیستممون رو قوی تر کنیم که بتونیم چند تا پروگرام با هم باز باشه و اینها. و حالا برای که به شما یه چیزی نشون بدم، شما هم این کار رو انجام بدید و ببینید که سرعت اینترنتتون چقدره. برای تماشا کردن ویدیو اینها سرعت اینترنت باید دیگه کمتر از 10 مگابیت نباشه این روزا. اون وقتا هم گفتن 2 مگابیت. ولی بعضی از این تلفن‌هایی که شما دارید، بعضی از این اینترنت‌هایی که شما دارید، مخصوصا اینترنت‌های بی سیم، اینا خیلی سرعتش پایینه. ببینید یه جایی هست به نام speedtest.net. این یه وبسایت، شما وقتی که زدید باز شد یه صفحه‌ای به این صورت براتون باز میشه. بذارید من این بزرگتر بهتون نشون بدم، شما هم بزنید امتحان کنید. بله، یه چیزی مثل این میاد رو صفحتون، یادتون باشه speedtest.net. بعد اینجا نوشته آزمایش رو شروع کنید، میزنید، این شما رو پیدا میکنه، به شما وصل میکنه به یه جای نزدیک. ببینید این بالا، اینم مهمه ها، 6 میلی سکند، 6 هزارم ثانیه این به اصطلاح پینگ میفرسته. پینگ همون مثل پینگ پونگ هست، اصلا کلمه پینگ پونگ از این اومده، پینگ 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 پونگ پینگ پونگ، این از این ور اون از اون ور. 6 هزارم ثانیه این پینگ میفرسته و اون جواب میده. و ما الان با وجودی که چند تا استریمینگ روشنه، فیسبوک روشنه، این استریمینگ اصلی مال وبسایتمون روشنه، دستگاه‌های ویدیو اینجا روشنه، ولی نگاه کنید دانلود سپید 151.29. حالا اگه بذاره ببینید اپلودمون حتی با همه اینا الان از دانلودمون هم بالاتره. حالا آقای فری عزیز، هر وقت که صدای منو شنیدی و این تصویر رو دیدی، شما یه همچین امتحانی بکن، برای من بفرست. قولت میدم این قسمت اولش عددت بالاست که بده، بعضی عددا بالا بودنش بده، بعضی عددا بالا بودنش خوبه. بعد اینای دیگه بگو چنده. بعد گاهی وقتی هم بد نیست هر از چند ماه یه بار زنگ بزنید به این شرکتایی که ازشون تلفن خریدید، اینترنت خریدید، نق بزنید. توی آمریکا میگن چرخهای گاری اگر قیش قیش نکنه گاری سوار روغن بهش نمیزنه، یادش میره. توی ایرانی از اینم مهمتر میگه، میگه تا نگریت طفل کی نوشد لبن، یعنی مادر یادش میره به بچه شیر بده. به خاطر همین باید گریه کنی تا اینترنت رو برم بالا. زنگ بزن بگو من این اینترنت رو گرفتم که برنامه ویدیو نگاه کنم. بفرمایید این وقتی ویدیو نگاه میکنم هی قطع وصل میشه. ولی از این وری هم من بهت بگم، هفته یه بار اینترنتتون رو خاموش و روشن کنید. اینترنت ها قدیم یه ساده بود دیگه، با تلفن زنگ میزدیم میگرفتیم، کارمون هم که تموم شد قطع میشد. الان شبانه روز روشنه، تلفن ها یادتونه هر شب خاموشش میگردیم میزدیم، الان تلفن ها آخرین بار کی خاموش کردیم اصلا کسی یادش نیست. خودتون وظیفه خودتون بدونید یه شنبه تا یه شنبه اینترنتتون، مودمتون، راوترتون، تلفنتون اینا رو یه خاموش روشن کنید، درست مثل یک لیف و صابونه، یا مثل اینی که رفتید کنار رودخونه یک آبتنی کردید خوب و خنک میشه. کارت زیبای دوست بیننده، تشکر. ماجرای سوء استفاده فامیل از سالمندان، یه دوستی برای من گفت که آقا این ماجرای سوء استفاده از سالمندان یک به اصطلاح موزل بزرگی شده، هم توی دنیا هم توی ایران. و من خودم بارها داشتم کسانی که زنگ زدن گفته آقای سوری من به اصطلاح چی میگن وکالت دادم به برادرم مثلا یا به خواهرم، رفته ایران، اون وقتی رفته اونجا مادر و برادر برده معذر، همه چیزا رو کرده به نام خودش، بعدم گفته که دیگه هیچی به شما نمیدم. خلاص از این سوء استفاده. این دوستمون میگفت که مثلا یکی تو فامیل بیمار میشه، مریض میشه، فامیلی که میدونه این پول داره میره بهش سر میزنه و اینها چیارشونو کش میرن. وقتی نشستن مثلا میزنم فامیل
اون پیرزن یا پیرمرد گله میکنه که بابا بچه هم که خیلی کار دارن به ما نمیرسن. این میگه خب اونا رو ولش کن، هر وقت خواستی من میام در خدمتم. اینا دل این طرف رو با دوتا کلمه خوب به دست میاره، بعد این ساعت رو بده، اینو بده، حالا شما وقت خدای نکرد فوت شدی میخوای چه کار کنی، این زمین رو بده من برم مدرسه درست کنم فلان، اون بنده خدام این چیزها رو میده به اینا. ولی وقتی فوت میشه میمیره، کیا باید بیان خرج و کفن و دفن و چله و نمیدونم یه سال و فلان؟ همون بچه ها و فامیل درجیه کن. و من فکر نمی کنم که ماها مثل خانواده شاه بی غیرت باشیم بذاریم برادرمون، بذاریم مادرمون کنار خیابون یا توی به اصطلاح بیمارستان بمونه و شهرداری ببره در جاهایی که بی کس و کارها رو دفن میکنن اونجا دفن کنه. اون آقایی که بهتون گفتم، بله اسمش هست آقای مدنی، دکتر مدنی، و میگه آیا واقعا بحران آب عامل جنگ‌های بوده و خواهد بود؟ چگونه باید به مسئله کمبود آب نگاه کرد؟ آیا هدر رفتن آب در بخش کشاورزی معضل اصلی مدیریت آب کشور ماست؟ در نخستین نشست سیاوش صفاریان‌پور ژورنالیست علم و برنامه ساز علمی در گفتگو با دکتر کاوه مدنی استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست امپریال کالج لندن از جنبه‌های مختلف مسئله آب و کمبود آب را بررسی می‌کند. بعد از برنامه خودم آقای سهراب چمنارا، بعد از برنامه ایشون این ویدیو که اسمش هست جنگ آب، من اول فکر کردم جنگ آب هست، جنگ می‌دونید که درباره یه چیزی که میخوان صحبت کنن اینا. در صد ممنون و متشکرم از یکایی که شما دوستان اگر مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه بذارید و با ما باشید خوشحال میشیم. از شما یک تماس از ما همه کارها. بله میگه آقای سوربی، آره این رو میگه این رو افشین فکر کنم نوشته، نوشتی که شما چطور است یک بار هم سر به سر جمهوری اسلامی بگذارید؟ اگرچه این کارهای شما دارای این پیام است که خودتان هم تا مغز استخوان متوجه شدید که چقدر خاندان پهلوی محبوب است و حسابی به ترس افتادید. من از چی بترسم عزیزم؟ اینا چه غلطی کردن که من بترسم؟ مگر اینکه شما هم مثل اون خانم دیوانه باشی که این سربی باعث این شده که ما اتحاد نکنیم. آقا برید انقدر اتحاد کنین شب و روز اصلا تو بغل هم بخوابید، به من چه؟ ولی شما خودتون اشکال داری، چرا اشکال خودتون رو میندازی سر کسی دیگه؟ بعدم شما روزی یه ویدیو درست کن 10 دقیقه راجع به آخوندها صحبت کن، من روز 10 دقیقه پخش کنم. روزی یه ویدیو درست کن 5 دقیقه در مورد خوبی های پهلوی صحبت کن، من پخش کنم. ولی اگه جرأتشو داشته باشی تحمل فوشایی که بعد مردم بهت میدن داشته باشی از دو طرف، وگرنه برای یه حکومت از دست رفته چرا باید انقدر بالا و پایین بپرید؟ آقا کسی بالا و پایین نپریده. مثلا دیشب من یه برنامه دیدم راجع به جنگ جهانی دوم و یک آقای وکیل 97 ساله کلیمی که قدش 150 سانت، این آقا داشت در رابطه با هیتلر و اینها صحبت میکرد. خب وقتی این صحبت میکنه، من اگه میام یه جا صحبت میکنم یه نفر بگه آقا هیتلر که مرد و رفت شما چرا اینقدر بالا و پایین میپرید؟ از شما توقع نداشتم آقای افشین عزیز. بذارید مردم حرف بزنن، فرصتی میشه شما هم بیاین حرف بزنید مردم قضاوت کنن. در صورت در گونه ای که جمهوری اسلامی را رها کرده اید. آقا جمهوری اسلامی نه دست منه که رهاش کنم، نه دیگه چیزی داره که کسی بتونه ازش خوبی بگه. شما میخواید بدی بگی بیا بگو، اون یکی میخواد خوبی بگه بیاد بگه. هی به من نگید من چی بگم. چرا خودتون نمیگید؟ از خودتون سوال کنید. امروز بعد از برنامه من میدونم الان کلاس داری، برو تو آینه نگاه کن، از خودت سوال کن افشین، چرا تو نمیای بدیای اینا رو بگی؟ چرا تو نمیای خوبیای پهلوی رو بگی؟ از خودت سوال کن، برای من جوابت رو بنویس. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم و امیدوارم که چهارشنبه هم با ما باشید. من دیدم که باز مینا خانم دوتا عکس فرستاده خیلی قشنگ، اینا رو بهتون نشون میدم بعدم میرم. دیدم که خانم بهیه جیلانی درباره انتخابات فرانسه نوشته که من از به اصطلاح ایده و فکر لپن این خانم خوشم نمیاد، ولی از اینکه وطن پرسته خوشم میاد.
خود منم یک کمی با این موضوع اشکال دارم، ازشون دعوت کردم که با ما باشن، به احتمال زیاد چهارشنبه با ما خواهند بود. ولی این عکس رو نگاه کنید دوستان، میدونید که سیرک در آمریکا دیگه تعطیل شد، یعنی فکر کنم همین ماه می آخرین ماهی باشه که به اینا اجازه دادن، یا خودش اصلا بعد از 140 و چند سال، بعد از 150 سال سیرک و اون سیرک بازی و اینا دیگه تعطیله. خب میخوای بری از بند بالا نمایش بدی برو، ولی بز بیچاره رو مجبور نکن، فیل رو مجبور نکن پاشونو بزن رو سر اون یکی، شیر رو مجبور نکن از تو دایره آتش بپره. نوشته که your zoo is a jail، یه بچه 6 ساله ای رفته زور، رفته باغ وحش، بعد گفته the cages are too small، نوشته که قفس ها خیلی کوچولو هن و تایگر میشه ببر یا پلنگ، ببر، باب was crying، باب داشت گریه میکرد. بعد نوشته I hate the visit، من از این ملاقاتی که از این دیداری کردم از زو یعنی متنفر شدم. اینجا زیرش به فارسی نوشته این دلنوشته کودک 6 ساله است بعد از رفتن به باغ وحش. یه عکس دیگه هم هست اونم بهتون نشون میدم که اگر اونجوری بعضیا حیوان رو در قفس میکنن، اینجوری هم بعضیا که خودشون حتی خونه ندارن، زندگی ندارن، میبینید که چقدر قشنگ اومده این دوتا سگ رو به اصطلاح گذاشته اینجا زیر پتو گرم. و من اتفاق فرانسه پارسال فرانسه دیدم، اینایی که خیلی به اصطلاح هوملس و اینا هستن چقدر هم سگ دارن. البته ناگفته نماند بعضی هاشون این سگا رو به عنوان منبع درآمد دارن از استفاده میکنن. حالا اینم یه نوع سوء استفاده از حیوانات هست یا نیست، نظرتون رو در این مورد هم میتونید بنویسید. خب بس، و گفت که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، کسی اگر از مهران صدری هم خبر داره با ما تماس بگیره. این گفته ای رو که گفتم این همیشه در آخر برنامه هاش میگو. یه دوستی گفت که گویا رفته ایران و همسر قبلیش شکایتش کرده و به خاطر مهریه زندان بوده و اینها و نمیدونم. خب روز روزگارتون خوش، با امید دیدار شما چهارشنبه. مرسی.